کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. حیات یحیی تصویری واقعی از تحولات اجتماعی و سیاسی ایران در دوران قاجار و پهلوی اول رو نشون میده. این کتاب با جزئیات دقیق تحولات اجتماعی و فرهنگی ایران از عصر ناصری تا اواخر پادشاهی رضا شاه رو به تصویر میکشه. حیات یحیی اثری ارزشمند برای درک بهتر نقش روشنفکران در نهضت مشروطه است. این کتاب روایت زندگی یحیی دولت‌آبادی، یکی از فرهنگسازان و رجال ارزشمند هست که گره خورده با تاریخ مشروطه ایرانه. حیات یحیی نه تنها یه زندگی نامه خیلی جذابه، بلکه یه منبعی هم هست، یعنی یه منبع غنی برای تاریخ پژوهان ایرانی هم به شمار میاد. حیات یحیی، نوشته میرزا یحیی دولت‌آبادی. میرزا یحیی دولت‌آبادی رجالی سیاسی اصیل و معتمد است که در این اثر خاطرات خود را مبتنی بر رویدادهای مهم عصر ناصری تا دوران رضاشاهی به زبانی شیوا برای آیندگان به ارمغان نهاده است. صفحه 191. امیدواریم تشکیل این کنگره که اول قدم را در جاده سعادت حقیقی بشر گذارده است، در آتیه نتایج خوبی در برداشته باشد. اینک باز شمعی از احوال پریشان ایران بنگاریم. در اول فصل 16 نوشته شد که به تحریکات داخلی و خارجی، محمد علی شاه مخلوع طردگشته از مشرق ایران و برادرش سالار الدوله تبعید شده از مغرب به مملکت وارد شده، هر یک جمعی مسلح دور خود جمع کرده خواستند به تهران حمله آورده تخت و تاج را تصاحب نمایند و دولت مشروطه ایران که اکنون به دست بختیاری هاست این حمله ها را دفع داد و شر آنها را رفع کرد. در این صورت باید خوشحال بود و به قدرت دولت و به عظمت حکومت ملی بالید، ولی دو نکته را نباید از نظر دور داشت که هر دو موجب بسی تأسف است. اول آنکه در این حمله ها و دفع ها بر قصبات و دهات، بلکه بر شهرهای شرقی و غربی مملکت که محل تهاجم و میدان مبارزه ها بوده و بر مردم بیچاره آنها که سالها دچار بدبختی بوده اند چه وارد شده است؟ خصوصا که عادت بختیاریان این است جنگ را برای غارت می کنند و در وقت غارت کردن فرق نمی‌گذارند شتر صالح است یا خر دجال. در این صورت باید بر حال ساکنین نقاطی که محمد علی شاه و سالار الدوله شکست خورده از آنجاها می‌گذرند و بعد از آن اردوی بختیاری آن محلها را تصرف می‌نماید بسی رقت نمود و گناه را همه در نامه اعمال مسببین این قتل و غارت‌ها از عمال داخلی و خارجی نوشت. گویند یکی از سوارهای بختیاری از حدود استراباد رخت خوابی را به شتاب جمع کرده به غارت می برد. بعد از چند روز بوی عفونت از آن بسته بلند می شود. چون می گشایند طفلی مرده در میان آن دیده می شود. از اینجا به وضع غارتگری بختیاری می توان پی برد. به هر حال در این حمله ها و دفع ها خسارت مالی و جانی بسیار به مملکت می رسد و مهمتر از این خسارت ها یک خسارت سیاسی است که به روح مملکت وارد می گردد و ارکان استقلالش را متزلزل می سازد. شرح واقع آن که مستر شستر آمریکایی و دیگر آمریکاییان از روزی که به ایران آمده اند با جدیت قابل تقدیری به اوضاع بی سر و سامان مالیه رونق داده، حساب و کتابی به میان آمده، مالیه را تا یک اندازه تمرکز داده اند و این اول روشنایی است که در ایران دیده می شود. روشنایی دوم که باز در سایه انتظام مالی هویداست، انتظامات ژاندارمری است که به دست صاحب منصبان سوئدی داده شده. بدیهی است دولت کنونی ایران اگر با ضعف و ناتوانی که دارد توانست شر محمد علی میرزا
و سالار دوله را دفع کند و توانست ژاندارمری منظمی داشته باشد به واسطه مرتب بودن امر مالی است. از روز اول دخالت آمریکاییان به کار مالیه، ایران و روس و انگلیس هیچ یک به این کار رضایت نداشتند و نمی‌خواستند آمریکاییان در ایران نفوذ حاصل کنند. در این وقت که نقشه روس‌ها در تحریک محمد علی میرزا و سالار الدوله عقیم می‌ماند و مسلم است به واسطه انتظام امر مالیه است، بر ضدیت آنها با شستر آمریکایی افزوده شده به حدی که حاضرند به هر قیمت تمام شود او را از ایران بیرون نمایند و اطمینان دارند اگر انگلیسیان در باطن با نقشه آنها در کار محمد علی میرزا موافق نبوده اند، در کار عزل شستر قطعا موافق خواهند بود و اگر آن نقشه را به واسطه مخالفت باطنی انگلیسیان نتوانستند اجرا کنند، به کوتاه کردن دست آمریکاییان کامیاب خواهند شد. خصوصا که روس و انگلیس هر دو شنیده اند شستر گفته است اگر تحریکات روس و انگلیس بگذارد برای اصلاحات مملکت پولی قرض شود، من اسباب این استقراض را از سرمایه‌داران آمریکا فراهم خواهم آورد. این است که جدن به مخالفت با شستر می‌کوشند و کار به دادن التیماتوم به دولت ایران می‌کشد که شرح آن در فصل بعد نوشته می‌شود. اینک باید راجع به این مأمور آمریکایی گرفتار به دست اغراض داخلی و خارجی چند سطر بنویسم. شستر به ایران وارد شد بدون اینکه از کشمکش دستجات به نام دموکرات و اعتدالی خبردار بوده باشد و بیان که اوضاع مملکت را بشناسد. خواست بی‌طرفانه امور مالیه را منظم نماید و البته نه صلاح شخص او بود دامان خود را به سیاست داخلی و خارجی مملکت آلوده کند و نه صلاح مملکت. ولی اشخاصی از حزب دموکرات به مناسبت انگلیسی دانی و بودن در جریان امور خود را به او نزدیک کرده، رفته رفته وی را به جانب دموکرات ها کشیده، به امور سیاسی آلوده اش ساختند و تصور کردند این آمریکایی ستون محکمی است که می توانند به او تکیه داده سیاست داخلی خود را در مقابل احزاب دیگر، مخصوصا اعتدالیون، و سیاست خارجی خود را در ضدیت با روس از پیش ببرند و اگر کسی بخواهد به تکیه‌گاه آنها آسیبی برساند، صدای توپ کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج فارس بلند خواهد شد. در صورتی که دولت آمریکا هیچ گونه تعهد در نگاهداری شستر در ایران نکرده و او مستخدم ایران است برای انتظام مالیه و حق دخالت در کارهای سیاسی مملکت ندارد. به هر حال جمعی از ایرانیان شستر را واداشتند که خارج از وظیفه خود هم عملیاتی داشته باشد. اتصال او به دموکرات‌ها هم سبب می‌شود که اعتدالیون بر ضد او کار روایی نمایند. با این حال که این شخص در میان مخالفت‌های ظاهری و باطنی داخلی و خارجی غوطه‌ور است، بهانه هم به دست دشمنان خود داده اسباب خلع خود را زودتر فراهم می‌آورد و از روی انصاف بار گناه این کار را سه قسمت باید کرد. یک قسمت را به دوش غرور و تهور شستر و عاقبت نیندیشی او گذارد و دو قسمت را به دوش اغراض خصوصی داخلی و خارجی، چنان که نزد دوست و دشمن مسلم است اگر شستر در امور سیاسی دخالت نمی کرد و از بی‌طرفی حقیقی نسبت به دو حزب دموکرات و اعتدال خارج نمی شد، البته بیش از آن که در مقابل حمله ظاهری روس و ظاهری و باطنی انگلیس ایستادگی کرد، می توانست استقامت کند. ولی متاسفانه قضایای داخلی او را ضعیف ساخت و به شدت مسائل خارجی افزوده استقلال مملکت را به موی آویخته، بلکه ریشه آن را متزلزل ساخت، چنان که در فصل 22 خواهید خواند. صفحه 194، فصل 22، اقامت سوئیس و قضایای ایران. بعد از تمام شدن کنگره نژادی و متفرق شدن نمایندگان ملل، نگارنده عازم مراجعت به سوئیس و چندی اقامت در آنجا می شوم. یک روز پیش از ترک لندن نمودن، به تقاضای منشی عمومی کنگره نژادی موسیو اسپله، انجمنی در سفارت ایران شده می‌خواهند در موضوع پیشنهاد نگارنده که اعضای کمیته دائمی باید مرکب از شرقی و غربی بوده باشد و این موضوع در کنگره عمومی حل نشده است صحبت داشته شود. اعضای این انجمن مهدی خان مشیرالملک وزیر مختار، موسیو اسپله، میرزا قفارخان مستشار سفارت و نگارنده است. موسیو اسپله عنوان می‌کند پیشنهاد فلانی پذیرفته شده است که اعضای کمیته دائمی
شرقی و غربی هر دو باشند و مقرر گشته است 9 نفر اروپایی و آمریکایی و 6 نفر آسیایی بوده باشند. ولی در تقسیم 6 نفر به ممالک عمده آسیا، به ایران و به عثمانی، هر یک نفر نمی رسد. پس بهتر این است که از این 2 مملکت اسلامی 1 نماینده در کمیته دائمی پذیرفته شود. نگارنده به مصلحت در جواب تفره زده می گویم در این باب باید از تهران کسب تکلیف نمایم و مجلس بی نتیجه منقضی می گردد. روز 17 ماه شعبان 1329 هجری مطابق 12 اوت 1911 مسیحی از لندن به پاریس آمده چند روز آنجا می مانم. هوای پاریس در این وقت بسیار گرم است و موقع دیدن دیدنی های آن شهر نیست. لحاظا زیاد توقف نکرده به سوئیس روانه شده در شهر لوزان طرح اقامت می افکنم. جوانان محصل ایرانی را که با هم کشمکش و رقابت دارند در چند مجلس جمع کرده با یکدیگر الفت می دهم. انجمن دانشگستر آنها را که برهم خورده باز دایر می نمایم. در ضمن زبان فرانسه تحصیل می کنم، به معالجه مزاج می پردازم، به نوشتجات تاریخی خود مراجعه می نمایم، بلکه بتوانم آنها را به دست طبع و نشر بدهم. 40 روز به این منوال می گذرد. از ایران هم خبر فتح و فیروزی دولتیان و شکست قوای ارتجاعی محمد علی میرزا و سالار الدوله و کشته شدن سرداران محمد علی میرزا از قبیل ارشد الدوله که حالا سردار شده و در جلد دوم این کتاب از او نام برده ام و رشید السلطان می رسد و موجب خوشنودی می شود. ولی من هیچ اطمینان به این فتح و ظفرها ندارم، زیرا قوای دولت با اساس نیست. قوی بختیاری تا وقتی به کار دولت می‌خورد که رؤسایان ها ذمه‌دار امور باشند و اگر آنها از کار خارج و یا بر ضد دولت شدند، قوی آنها هم می‌کند همان کار را که یاغیان دولت می‌نمایند و از طرفی اختلافات احزاب سیاسی در مرکز و سایر ولایات ایران اگرچه موقتاً به واسطه حمله ارتجاع به ظاهر با یکدیگر مؤتلف شده اند شدت دارد و عمر این ائتلاف کوتاه است. وضع دربار هم از شخص اول که نایب السلطنه است تا به آخر در کمال ضعف و سستی است. به علاوه به نام مشروط خواهی ظلم و تعدی بسیار به رعیت می شود و موجب نفرت قلوب عامه از حکومت حاضر گشته، کارهای اساسی که بی نهایت مهم است همه مختل و بی نگهبان مانده. در این مدت یک قدم صحیح رو به آن کارها برداشته نشده. فقط چیزی که موجب امیدواری است آمدن مستشارهای اجنبی است بر سر کار دولت که از همه آنها بهتر و بی‌طرف‌تر آمریکایی ها هستند که رئیس آنها چنان که از پیش گفته شد شستر است که اکنون خزانه دار کل ایران می باشد و طرف دشمنی روس و انگلیس است. خلاصه بعد از 40 روز توقف در لوزان به ملاحظاتی خواستم چندی در مونترو بمانم. مونترو اگرچه شهر کوچکی است ولی به واسطه اینکه محل وقوع آن از بهترین جاهای سوئیس است و مسافرین اروپایی و غیره اغلب در آنجا جمع می شوند، خواسته در زمستان که هوای قشلاقی دارد، این است که لوزان را ترک کرده در مونترو اقامت می کنم. در ایام اقامت مونترو اخبار موهش ایران می رسد که روزها بهانه به دست آورده 2 التیماتوم به دولت داده استقلال ایران را تهدید نموده اند و بهانه این بوده است که دولت ایران حکم داده هر کس با محمد علی میرزا دست یار بوده و یا با او همراهی نموده باشد اموالش ضبط دولت بگردد و از جمله آنهاست ابوالفتح میرزا، شعاع السلطنه، برادر محمد علی میرزا که در جلد دوم این کتاب نام برده شده. شعاع السلطنه مدتی است از ایران به خارج سفر کرده و اخیراً جزو روس معابان شده، به محمد علی میرزا پیوسته و با هم به اتفاق حمله به تاج و تخت ایران نموده اند که اکنون مقهور و مطرود شده. دولت می‌خواهد دارایی او را ضبط کند. سفارت روس در تهران مانع می‌شود. مأمورین مالیه ایران به دستور خزانه‌دار کل مأمورین سفارت را جواب گفته
حکم دولت را اجرا می کنند. روزها فوراً اولتیماتومی به دولت ایران می دهند که اموال شعاع السلطنه نزد بانک ما گرو می باشد، در صورتی که واقعیت نداشت و بلکه شعاع السلطنه پول نقد در بانک روس داشت. اگر آن اموال را به تصرف ما ندهید، قشون وارد خاک ایران خواهیم کرد و بعد از تصرف دادن آن اموال، وزیر خارجه هم باید رسماً بیاید به سفارت ما معذرت بخواهد. درباریان و مجلس ملی که درست واقف به مواقف اصل نیستند، به این اولتیماتوم اهمیت نداده دفع الوقت می کنند تا قشون روس وارد سرحد می شود. آن وقت الجاء حکمیت این کار را به انگلیس واگذار می کنند. انگلیس ها هم رأی می دهند که بروید معذرت بخواهید و اموال شعاع السلطنه را هم به تصرف روس ها بدهید. دولت ناچار هر دو خواهش روس را به جا می آورد، اما روس ها دیگر به این اندازه قانع نشده اولتیماتوم دیگر می فرستند و در آن سه مطلب می خواهند. اول آنکه شوستر از کار خود خلع شود. دوم آنکه من بعد در باب مستخدمین خارجه که دولت ایران می خواهد نگاه دارد و یا تازه اجیر کند، نظر روس و انگلیس را جلب کرده باشد. سیوم آنکه خسارت قشونکشی به ایران را به روس بدهند و 48 ساعت برای این کار مدت قرار می دهند. عمده مقصود روسها در این اولتیماتوم خلع شوستر است، زیرا این مرد در مقابل تحریکات روس و انگلیس سخت ایستادگی کرده، آنچرا که مضر به حال ایران بوده در جراید نشر می داده. از تجاوزات آنها به قدر امکان جلوگیری می نموده است. این است که در باب خلع او انگلیس ها هم با روس ها هم فکر هستند، بلکه در موارد اولتیماتوم غیر از مسئله خسارت دادن که می دانند دولت ایران استطاعت مالی ندارد با روس ها هم رأی می باشند و این تحمیلات سخت را بر دولت ایران برای استحکام عهدنامه 1907 خود مفید می دانند. خلاصه اولتیماتوم دوم روس حواس دولت و ملت ایران را پریشان کرده، پیش از آنکه جوابی داده شود روسها چند هزار نفر قشون وارد انزلی می کنند که به جانب تهران روانه شوند. در این حال مجلس شورای ملی هم مدتش منقضی می شود و می خواهند مشغول انتخابات بشوند. این حوادث انتخابات را معوق می گذارد. مجلسیان هم صلاح می بینند بر مدت وکالت خود بیفزایند و تا مملکت آرام شود بر سر کار باشند. اگرچه در این موضوع مدعی بسیار دارند، ولی بعضی تلگرافات از ولایات به دست آورده همانها را به زمینه انقلابات مملکت بهانه کرده وقت خود را طولانی می کنند. در این وقت سمسام السلطنه بختیاری رئیس الوزرا است و خوانین بختیاری قدرت تام در دوایر دولتی دارند. ناصرالملک نایب السلطنه هم که مکرر استعفا می‌داده و در دفعه آخر جدن خود را از کار اخراج کرده، باز به خواهش مردم متصدی امور گشته است. در خلق تهران هیجان فوق‌العاده هویدا شده. شاگردان مدارس در کوچه و بازار فریاد یا مرگ یا استقلال می‌زنند. زنها به هیجان آمده خود را برای مدافعه حاضر می‌کنند. و همچنین در ایرانیان در همه جا شور و انقلابی حاصل شده. افسوس که بی حاصل است. جوانان محصل ایرانی هم در لوزان به هیجان آمده و قصد رفتن به ایران را دارند و می خواهند مرا هم با خود ببرند. در این احوال به ملاحظاتی صلاح می بینم از سوئیس به پاریس رفته از کارهای ایران بهتر خبردار شوم. و بلکه بتوانم کمکی در این احوال به استقلال مملکت بنمایم. این است که شاگردان را آرام نموده وعده می دهم در پاریس و لندن برای آنها هم فکر پیدا کنم و اگر بنا شد بروند یک جمعیت مهم می باشند. خلاصه با کمال پریشانی خاطر در دهم ذی‌الحجه 1329 از سوئیس به پاریس می روم. در گار که شاگردان به مشایعت من آمده اند، حبیب الله خان شیبانی محصل حقوق که او را به دخول در نظام تشویق کرده ام تقاضا می کند در پاریس تحقیق کنم. اگر او را به سنسیر قبول می کنند خیرخواهی مرا بپذیرد. به پاریس می رسم و از احوال وطن بهتر آگاه می گردم و بر پریشانی خاطرم بسی افزوده می شود. خواهش حبیب الله خان هم انجام شده می آید و به سنسیر وارد می شود.
چون محصل خوبی است، شاید روزی به کار مملکت بیاید. در پاریس یک سفارتخانه داریم که سفیرش صمد خان ممتاز السلطنه است. صمد خان از مردم این زمان است و بیشتر به خودنمایی می‌پردازد. جمعی از مستبدین ایران اینجا هستند که غیر از عیش و نوش فکری ندارند. جمعی محصل هستند که بیشتر آنها به عیاشی وقت می‌گذرانند. بعضی از آنها هم تحصیل می‌کنند. پس در ایرانیان پاریس کسی که برای استقلال وطن خود کار کند بسیار کم دیده می‌شود. میرزا محمد ابن عبدالوهاب قزوینی چنان که در پیش نوشته شد شخص ایرانی با فضلی است. چند سال است در فرانسه و گاهی در انگلستان اقامت دارد و در جمع‌آوری کتب ادبی قدیم ایران با پروفسور ادوارد بران انگلیسی که بیشتر اوقات خود را صرف نشر ادبیات فارسی و عربی می نماید بسیار زحمت کشیده. این شخص با من سابقه الفت داشته است. به توسط او مجمع مختصری از چند نفر ایرانی غیرتمند تشکیل داده که اگر به نام ملت ایران در پاریس کاری باید بشود آن مجمع عهده‌دار گردد و هم محصلین ایرانی را تشویق می‌کنم تا مجمعی برای خود تشکیل داده از حال و کار یکدیگر خبردار باشند و همدیگر را بشناسند و مشکلات کار یکدیگر را بدانند و با محصلین ایرانی در نقاط دیگر خارجه روابط حاصل کنند. در این وقت وزیر خارجه روس سازانوف به پاریس آمده است. ممتاز السلطنه او را ملاقات کرده در باب التیماتوم روس که به ایران داده شده صحبت داشته است و او هم نظر به آب و هوای فرانسه ملایمت نموده وعده همراهی داده، ولی معلوم است رشته کار به دست سفارت روس در تهران می باشد و آب و هوای ایران در وقتی که چند هزار قشون روس در شمال مملکت در هر نقطه اقامت دارد غیر از آب و هوای پاریس است. پس اقدامات خارج چندان اثری ندارد و می باید به تهران نگاه کنیم ببینیم آنجا چه می کنند. در این وقت کابینه تهران متزلزل شده بلکه منحل شده و کشمکش دو فرقه اعتدالی و دموکرات نمی‌گذارد کابینه جدید تشکیل شود، زیرا هر فرقه می‌خواهند از خود کابینه تشکیل بدهند. تحریکات خارجی هم غیر مستقیم این کشمکش را امتداد می‌دهد که مقاصد خود را جاری کند. اگر بخواهم شرح حال دربار و مجلس و مجلسیان و فرقه های سیاسی را در این حال خطرناک بنویسم که چگونه برای امور جزئی وقتی را که ما به ازایش استقلال ایران است می‌گذرانند و چه اقدامات بی‌فایده می‌کنند، از حوصله این کتاب بیش است. همینقدر می‌نویسم اگر کسی تاریخ بی‌شائبه آن ایام را بخواند و بر کارها و اقدامات کارکنان وقت که بیشتر از روی اغراض شخصی و دایره کوتاه نظری است نظر کند، آنها را به بازی ساده کودکان بداخلاق بیشتر تشبیه می‌کند تا به رفتار یک دولت و ملت دارای اساس مشروطه در مقابل التیماتوم 48 ساعته دشمن قوی پنجه روس و در مقابل چند هزار قشون اجنبی که وارد خاک او شده و پی در پی زیاد گشته رو به مرکز می روند. خلاصه مدت التیماتوم می گذرد. در تهران دل خود را خوش دارند که قشون روس در قزوین مانده وارد تهران نمی شود. در صورتی که توقف قشون در قزوین اولا صلاح خود روس هاست و شاید انگلیسیان رأی نداده اند که قشون به تهران وارد گردد. به هر صورت روس ها مجددن اطلاع می دهند که اگر فوراً جواب ندهید ما در آذربایجان، گیلان و قزوین مداخله خواهیم کرد. دولتیان از یک طرف نمی خواهند شستر را معزول کنند. مشروطه خواهان هم به عزل او راضی نمی شوند. و از طرفی تقاضای دوم را که نظارت به امر مستخدمین خارجه باشد، بیشتر از عزل شستر مضر به استقلال مملکت می‌بینند و احتمال می‌دهند اگر شستر را عزل کنند، روزها در باب شرط دوم ملایمت نموده، با یک ظاهرسازی مردم را راضی کنند که لطمه‌ای به استقلالشان نخورده است. خلاصه هرچه بیشتر معطل می‌کنند، کار سخت‌تر می‌شود. بالاخره دولتیان می‌بینند با وجود اختلافات فرقه‌بازی در مجلس ممکن نیست بتوانند جوابی به روس بدهند.
ناچار نایب السلطنه مجلس را منفصل کرده حکومت را در تهران نظامی می نماید و در یک وقت بسیار تنگ که تا یک اندازه روسها شروع به مداخله کردن در تبریز و رشت کردند جواب التیماتوم را داده تمام فصول آن را می پذیرند و استقلال چند هزار سالی ایران قربانی غرض‌های شخصی چند نفر وکیل و وزیر جاهل مغرض از هر فرقه می شود. خب آیا بعد از این قربانی عظیم که تا ابد از خاطر هیچ ایرانی ایرانی نژاد محو نخواهد شد روس‌ها آرام گرفتند و قشون خود را پس کشیدند و دست از مداخله برداشتند؟ نه، بلکه به رفتن شوستر فی‌الجمله انتظامی هم که در امر مالیه بود برهم خورد. نفوذ روس در دوایر دولتی زیادتر شد. به قبول شرط دوم مستخدمین اجنبی که از قدیم بوده اند و تازه آمده اند همه حساب کار خود را کردند و دانستند باید مطیع کجا باشند. این حال دربار شکست خورده. حالا نظر کنیم به شمال مملکت. روس‌ها در اوایل محرم 1330 در رشت و تبریز مداخله کرده اسلحه را از دست مجاهدین و قشون دولت می‌گیرند. در رشت یک مصادمه مختصری می‌شود و ایرانیان تسلیم می‌گردند. ولی در تبریز مجاهدین غیور ایستادگی کرده عاقبت کار وخیم می شود. اینجا باید مختصری از اوضاع عمومی آذربایجان در این ایام بنویسم. باید دانست آن قشونی که از روس مدت کمی پیش از خلع محمد علی میرزا به عنوان درآوردن شهر تبریز از محاصره دولت و رساندن آذوقه به آذربایجان وارد شد دیگر بازگشت نکرد و در واقع از ابتدای دولت جدید آذربایجان بلکه خراسان و گیلان هم تا یک اندازه چنان که از پیش گفته شد به قشون روس مشغول بود. در موقع ورود ناصرالملک به تهران و استقرار او به کرسی نیابت سلطنت روس‌ها صلاح دیدن اظهار خصوصیتی موقتاً با دولت ایران بکنند. این بود قشونی که در قزوین ساخلو داشتند بردند و روزنامه‌های زبان دربار روس نوشتند ما قشون خود را از قزوین بردیم، ولی اگر ایرانیان به تکلیف خود رفتار نکردند، دولت روس دیگر نمیتواند للگی از یک طفل هزار ساله بکند. از این عنوان معلوم بود روسها در یک خیال بزرگتری هستند و این اقدام جزئی را به مصلحت کردند. خلاصه تبریز مدتی آرام بود. مهدی قلی خان مخبر السلطنه والی آذربایجان به ملایمت و استقامت رفتار می کرد. در موقع یاغیگری رحیم خان چلیپانلو و شاه سونها و فتنه اردبیل که بیشتر به تحریک روس بود، چون دولت قدرت به خرج داده آن فتنه ها را چنان که نوشته شد خوابانید، اشرار آن طرف را مجازات داده جمعی از خوانین آنها را به تهران آورده محبوس ساخت، آذربایجان ظاهراً آرام شد. ولی حق دولت بود که یک قشون ساخلوی قابلی بعد این فتح مقیم آن سامان کند و نکرد. این بود که ماده های فساد دوباره در آنجا جمع شده، رحیم خان که به خاک روسیه پناه برده بود برگشت و بنای یاغیگری را گذارد. صمد خان سرکشی کرد. شاه سونها به هیجان آمدند. هواخواهان محمد علی میرزا، یعنی مستبدین قدیم که رئیس روحانی آنها حاج میرزا حسن مجتهد تبریز بود، منفور ملت شده در پناه روسها زندگانی سخت و مخفیانه می کرده سر برآوردند. روسها هم دائما مشغول تحریکات بودند و به حکومت مخبر السلطنه رضایت نداشتند و از دولت عزل او را تقاضا می کردند. ولی مردم آذربایجان مخبر السلطنه را می خواستند و راضی نمی شدند او معزول شود. دولت هم ملاحظه رضای مردم را می کرد. این کار هم مخالف میل روسها و مستبدین بود. در خلال این احوال بازی اعتدال و انقلاب هم در آذربایجان قوت گرفت و ملتیان آنجا مانند تهران به جان یکدیگر افتادند. یک دسته با مخبر السلطنه شدند و یک دسته بر ضد او و این اختلاف کلمه بهترین وسیله‌ای بود برای اجرای مقاصد مستبدین و روسها. و تکمیل شد اختلافات ملی به اینکه آقا سید حسن تقی‌زاده به شرحی که سابق نوشته ایم از تهران خارج شده در تبریز اقامت کرد و بعضی از وکلای تبریز که با او هم رأی بودند از قبیل شیخ اسماعیل نوبری نیز تهران را ترک گفته به تبریز رفته مشغول دستبندی شدند.
این کار هم بر ضعف ملتیان افزود. در این احوال حکومت یکی از مستبدین معروف رشید الملک را به تدبیر گرفته در حبس نگاه داشت. روزها دیدند حیف است یک دست قوی آنها در حبس بماند، خودسرانه به دارالحکومه ریخته او را خلاص کرده آزاد نمودند. و این اول دفعه است که قشون روس مستقیماً در کار حکومت دخالت می نماید. صمد خان هم بعد از این واقعه جداً به ضدیت با ملت قیام کرد. دولت هم مخبر و سلطنه را معزول کرد و دیگر نتوانست والی به جای او بفرستد، چون که اختلافات فرقه در تبریز و تهران نمی گذارد حاکم برای آذربایجان تعیین شود و هر فرقه می خواهند حاکمی که با آنها همراه باشد داشته باشند. فرقه دموکرات نظر به موافقتی که با عین الدوله عبدالحمید میرزا کرده بودند، با وجود سابقه های تاریک که در محاصره تبریز از طرف دولت محمد علی میرزا داشت، میخواستند او را به حکومت آذربایجان انتخاب کنند. یک دسته بزرگ از مردم راضی نبودند. روزها هم نمیخواستند، چون از طرف فرقه دموکرات تصویب شده بود. یک فرقه عبدالحسین میرزای فرمان فرما را در نظر داشتند و دموکرات ها با این نظر ضدیت می نمودند. به هر صورت 6 ماه در این کشمکش ها مملکت آذربایجان بیوالی ماند. گاهی نامزد عین الدوله می شد ولی امروز و فردا می کرد و نمی رفت. گاهی نامزد فرمان فرما می شد و بالاخره او رفت، اما در نواحی قزوین مانده خود را به آذربایجان نرسانید. چون که خبرهای موهش آذربایجان از تصرفات روس و مستبدین به او اجازه نمیداد که بی استعداد کافی روانه شود. دولت هم استعدادی نداشت به او بدهد و نمی توانست با روس ها ضدیت نماید. در این مدت شاهزاده امان الله میرزا که یک وقت در قزاقخانه صاحب منصب بود و بعد از آن اداره خارج شده از طرف دولت رئیس قشون آذربایجان گردید، کار حکومت را می نمود. انجمن ملی دایر و در زیر فشار اختلاف دو فرقه امرار وقت می کرد. در این حال صمد خان به تحریک روزها جمعیت خود را به نزدیک تبریز آورد و مکرر به شهر حمله کرد. کتاب آینه حکمت و تجربه بشری است. مجاهدین جلوگیری کرده نگذاردن وارد شود. او هم در قتل و غارت اطراف کوتاهی نمی کرد و همه وقت شهر را تهدید می نمود. قصه تأخیر جواب التیماتوم روس در تهران بهانه به روس ها داده، چند هزار قشون وارد آذربایجان کرده بر عده آنها که آنجا بودند می افزایند. البته مأمورین روس در تبریز خوب می دانند اشخاص مخالف با آنها کیانند و سردسته آنها چه کسان. قشون روس که به تبریز رسید بنای مداخله را گذارد و خواست صمد خان را وارد شهر و مجاهدین را مقهور او کند، یعنی خواست مشروط خواهان تبریز را تسلیم مستبدین نماید. مجاهدین تمکین نکردند و ما بین آنها و قشون روس جنگ در گرفت. صفحه 202. چون قشون روس در این شهر سابقه تاریخی موهشی دارد که در آن تاریخ چون داخل تبریز شدند مردم در کشتن و مفقود کردن آنها به هر وسیله بود کوتاهی نکردند، در این موقع یا مردم در نظر داشتند آن قصه تاریخی را تجدید نمایند و یا آنکه روس‌ها ترس داشتند آن قصه تجدید شود، این بود که سخت ایستادگی کردند. چند روز جنگ درگیر بود، از طرفین جمعی کشته شدند. یک دفعه هم به روس‌ها شکست وارد ساختند، ولی معلوم است یک عده مجاهد در جنگ با چند هزار قشون مرتب قوی روس تا یک اندازه تاب مقاومت دارد. از آن اندازه که گذشت مجاهدین متفرق می‌شوند. صفحه 203. فصل 23. وقایع جانگداز تبریز و اقدامات در خارج. اواسط دهه آشورای 1330 هجری قشون وحشی روس وارد تبریز شده بنای قتل و غارت را می گذارد. حتی از کشتن زن و بچه هم دریغ نمی کند. قشون روس در تبریز انواع وحشیگری را نموده. می گویند قشون امپراتوری غضبناک شده است.
بالاخره عنوان می‌کنند ما در این حادثه دولت ایران را مسئول نمی‌دانیم و خودمان مؤسسین و مظنونین را محاکمه نظامی کرده مجازات می‌دهیم. بدیهی است در این حال اینک قشون روس مستبدین همان شهر خواهند بود که چند سال است از طرف ملتیان در فشار بوده، آواره و مخذول بوده اند. در این صورت مؤسسین و مظنونین وطنخواهان و اشخاص با وجدان می شوند. مجلس محاکمه مشعوم روس در تبریز پس از کشتار بسیار که کردند دایر شد و جمعی از بزرگان و رؤسای مشروطه خواه را از روحانیان و از جوانان تحصیل کرده با وجدان و از صاحبان افکار جدید بدار زدند و به خیال خود چراغ احساسات تازه را در آذربایجان خاموش کردند. قشون روس در روز عاشورا دهم محرم 1330 بزرگترین اشخاص و وطن دوستترین روحانیان تبریز سقط الاسلام را جزو مقصرین بدار زد و خواست قدرت خود را به ملت ایران نشان داده بگوید در بزرگتر روز مذهبی و میان متعصبترین مردم ایران می شود بزرگترین روحانیان را علنن کشت و کسی نتواند نفس بکشد. بلی، کردند آنچه خواستند و در حقیقت این اشخاص به دست مستبدین داخلی کشته شدند که چون اندک پر و بال یافتند خواستند تلافی کرده باشند. آنچه را مشروطه خواهان بعد از فتح تهران کردند که شیخ فضل الله نوری و میر هاشم تبریزی و غیره را کشتند، به هر صورت بعد از این روز باز جمعی از مشروطه خواهان را گرفتند و کشتند و شهر تبریز بلکه آذربایجان و بلکه تمام شمال ایران تا اطراف تهران در زیر اشغال قشون روس درآمد. در این وقت که من این شرح حال را می نویسم 12,000 قشون روس در نقاط شمالی ایران اقامت دارد. انگلیسیان هم یک عده سوار هندی به جنوب ایران فرستاده اند ولی کمتر مداخله می کنند و مقصودشان به ظاهر حفظ راه ها، قنصول خانه ها و تجارت خانه های خودشان و مخصوصا نفت است و اینکه بر حسب قراردادی که با روس دارند چون قشون روس در شمال وارد شده می‌خواهند آنها هم صورتی به جا آورده باشند. سیاست خارجی انگلیس در این وقت که به وزارت خارجه ادوارد گری است به اندازه میدان مداخله در ایران به روس داده که نه تنها به سیاست و تجارت خودش ضرر زده بلکه از شأن و مقام انگلیس در ایران و تمام مشرق کاسته است. در جلد دوم این کتاب نوشتم که حاکم ما بین روس و انگلیس در وسط آسیا عهدنامه 1907 است و در آن عهدنامه منطقه نفوذ تجارتی هر یک معین گشته و مقرر است هیچ یک از آنها مداخله پلیتیکی در ایران نکنند و نگذارند دیگری هم مداخله نماید. اما روس ها به فصول عهدنامه وفا نکرده تصرفات مالکانه در شمال مملکت می کنند. حکومت انگلیس هم نگاه می کند و ساکت می ماند. یکی از مطالب عمده ایران مسئله راه آهن است که روس‌ها از ناصرالدین شاه امتیاز آن را به مدت معینی گرفته نگاه داشتند تا دیگری امتیاز نگیرد و خودشان هم نساختند. حالا آن مدت تمام شده و ممکن است دولت ایران این امتیاز را به آلمان بدهد. لذا هم روس و هم انگلیس از این بابت نگرانند. علل خصوص که آلمان راه آهن بغداد را ممکن است به زودی به سرحد ایران برساند و مذاکره هست که تقاضای راه خانقین و تهران را خواهد کرد. اگرچه روس به واسطه یک قراردادی که در ملاقات دو پادشاه در پوتسدام روی داده و قراری که با آلمان داده تا یک اندازه خیالش آسوده است و می‌داند آلمان در شمال ایران مزاحم او نخواهد بود، ولی انگلیس بی نهایت نگران است و البته نخواهد گذارد آلمان به واسطه یک راه آهن بغداد در خلیج فارس پروبالی باز کند. در این صورت در باب راه آهن ایران با روس موافقت می‌کند که به رضای یکدیگر فیصل یابد. در این حال در راه سیاست خارجی ایران تا وقتی که تکلیف قطعی راه آهن معین نشده باشد، هر قدم برداشته شود، مسئله راه آهن را باید پیش پای خود دید و در هر نظریه سیاسی که در زیر پرده نازکی انگلیس راجع به ایران به روس بدهد، روح مسئله را جلوگیری از راه آهن بغداد و اطمینان یافتن از عدم موفقیت آلمان به گرفتن امتیاز راه آهن در ایران باید دید. در این صورت پس از آنکه انگلیسی ها دیدن روس ها پی در پی بر تجاوزات خود در ایران می افزایند و پایبست عهدنامه 1907 نمی شوند،
به خیال میافتند جلوگیری اساسی کرده باشند، خاصه که صحبت کشیدن راه آهن ایران هم از جانب روس‌ها می‌شود. یک نفر از اعضای دومای روس برای این کار به لندن می‌رود و مأیوس برمی‌گردد. این است که از روی عاقبت‌اندیشی انگلیسیان یک عهدنامه مخفی با روس می‌بندند و چنان که مستشرق معروف پروفسور ادوارد بران انگلیسی دوست ایران این مطلب را حد زده، عهدنامه مزبور بایستی ما بین 24 نوامبر 1911 و 14 دسامبر این سال بسته شده باشد. چه در میان این دو تاریخ دو مرتبه در پارلمان انگلیس از وزیر خارجه پرسش شده است عهدنامه مخفی با کسی دارید یا نه؟ در تاریخ اول جواب منفی داده و در تاریخ دوم مثبت. مستشرق سابق و ذکر می گوید چه دور نباشد که در میان این دو تاریخ عهدنامه مخفی ما بین انگلیس و روس راجع به ایران بسته شده باشد و بدیهی است در این عهدنامه ایران به تمام معنی میان روس و انگلیس تقسیم شده است. دیگر تا دست حوادث روزگار چه قدرت نمایی بروز بدهد. خلاصه نگارنده می رود به پاریس و پس از ورود شرحی به تغیزاده می نویسد. تغیزاده بعد از مدتی که در تبریز بود به استانبول رفته آنجا اقامت گزیده و این ایام به مناسبتی به پاریس آمده و به لندن رفته است. که اگر در لندن توقف دارید آنجا شما را خواهم دید و اگر مراجعت به پاریس می کنید زودتر بیایید که همدیگر را ملاقات نماییم. مرادم این است بدانم او به چه خیال به اروپا آمده و در چه راه سیر می کند و ببینم آیا حوادث واقعه و دور شدن از ایران و بی نتیجه ماندن خیالات او و رفقایش و متزلزل شدن استقلال ایران آنقدر به او اثر کرده است که حالا حرفهای بی‌غرضانه مرا که در تهران می گفتم تصدیق کند و من بعد راهی را که باید پیمود بپیماید، بلکه بتوانیم راه صحیحی پیش پای فرقه دموکرات ایران بگذاریم که وظیفه امروز خود را بشناسد و به آن رفتار کند. تغیزاده بعد از 3 روز به پاریس می آید و مرا ملاقات می کند. در ملاقات اول می بینم تغییر کلی در حال او پیدا شده و شاید تا یک اندازه از بعضی ترتیبات گذشته پشیمانی داشته باشد. این است که مکرر در مجالس خصوصی و در مجمع ایرانیان با هم نشسته گفتگو می کنیم که کارهای حاضر ایران نتیجه مقدمات گذشته است و امروز برای تغییر اوضاع حاضر از دست ما در اروپا کاری ساخته نیست. اما می توانیم از امروز ترتیب مقدماتی بدهیم که برای فردای ایران مفید باشد. می توانیم تشکیلات صحیح بدهیم. می توانیم ایرانیان محصل را که در خارج هستند تشویق کنیم که بتوانند پس از ختم تحصیلات در یک فکر و خیال به ایران برگردند. می شود. می توانیم افکار اروپا را به توسط روزنامه‌جات به سوی ایران بیشتر از این که هست متوجه سازیم. می توانیم اختلافات شخصی را که به نام فرقه روزگار مملکت را سیاه کرده به هر وسیله باشد مبدل به الفت و آمیزش کنیم. خواسته که دولت هم همراهی کند و از بابت مخارج نگران نباشیم. ما باید بدانیم بعد از این تکلیفات ما در راه خدمت به وطن مضاعف شده و بر هر ایرانی واجب است دقیقه آرام نگیرد تا مطمئن شود وطن مستقل دارد. از این قبیل حرف ها می زنیم و همه تصدیق می کنند و بالاخره با بعضی قراردادها تغیزاده هم حاضر می شود با ما کار کند و از پاریس به استانبول می رود که آنجا به وظایف خود رفتار نماید. دیگران هم هر کدام به تکلیفات خود می پردازند و پس از 1 ماه خطی از تغیزاده به نگارنده و به یکی دیگر از اعضای هیئت می رسد که ما را به رفتن به استانبول و شرکت نمودن در اجرای نقشه‌ای که تازه در آنجا کشیده اند ترغیب می نماید، بیان که بدانیم نقشه چیست و نقشه کشان کیانند. ما پذیرفتن یا نپذیرفتن دعوت را مکول بدانستن نقشه می کنیم، بیان که آگاهی تازه در این موضوع دست بدهد و حد زده می شود که می خواهند به انقلاب تازه در ایران شروع نمایند. در این وقت خبر می رسد جمعی از انگلیسیان که به نام کمیته ایران در لندن مجمعی دارند می خواهند میتینگی بدهند بر ضد اقدامات روس در ایران
و از لندن حسن طلب می شود که در این موقع من هم آنجا باشم. این است که روز 11 ژانویه 1912 از پاریس روانه لندن می شوم. کمیته سیاسی انگلیس و ایران که پروفسور براون و مستر لنج از اعضای آن به ایران و ایرانیان از دیگر اعضا نزدیکتر می باشند و برای منافع مشترک ایران و انگلیس کار می کنند، در یکی از بزرگترین تالارهای عمومی لندن میتینگی می دهند. چند هزار نفر از طبقات مختلف آنجا جمع می شوند و از تجاوزات روس در ایران شکایت می کنند و در نتیجه از دولت خود می خواهند اقدام کند قشون روس از ایران خارج گردد و دولت روس به عهد و پیمانی که در موضوع رعایت استقلال ایران با انگلیسیان بسته است وفا نماید. و البته مظرت‌های خصوصی تجاوزات روس را در ایران برای هند در ضمن مذاکرات خاطرنشان ملت خود می‌نمایند، چنان که نقشه بسیار بزرگ ایران را بر دیوار آویخته، کلمه اصفهان را با خط درشت از گوش تا گوش نقشه که چند متر است نوشته، گویندگان به حاضرین نشان داده می‌گویند اگر پای روس به کنار زاینده رود رسید، او را در هندوستان باید دید و مردم را با این صحبت‌ها به هیجان می‌آورند. ناطقین این مجلس اعضای کمیته هستند. پروفسور براون و مستر لنج بیشتر از دیگران صحبت می‌دارند و رامزی مکدونالد رئیس عمله‌ها و کارگران از همه پرحرارت‌تر صحبت می‌دارد و می‌گوید دولت ما به هر وسیله هست، گرچه به وسیله جنگ، باید از تجاوزات روس در ایران جلوگیری نماید. در نقشه ایران که اینجا دیده می‌شود، سه منطقه به طور وضوح مشاهده می گردد. منطقه بیطرف در وسط، منطقه نفوذ انگلیس در جنوب و منطقه نفوذ روس در شمال که بیش از نصف ایران را شامل می باشد به موجب معاهده 1907 روس و انگلیس. در این مجلس اول قرار بوده است یک نفر ایرانی هم صحبت بدارد و نگارنده را برای این کار به لندن خواستند. ولی بعد بهتر دیدند که گویندگان همه انگلیسی بوده باشند. از این جهت نطقی را که نگارنده باید بکند نوشته در روزنامه تایمز درج می شود. این میتینگ هیاهوی شدیدی در انگلستان و مخصوصاً در لندن و منچستر که میتینگ مزبور در آنجا تجدید می شود، مستمسک به دست دولت می دهد که با روسها تجدید مذاکره نموده از تجاوزات و عملیات ستمکارانه خود در ایران دست بکشند. و البته تا حدی هم بی اثر نمی ماند. بیان که قشون روس از وطن ما خارج بشود و شاید به رفتن قسمت مهمی از قشون روس که در شمال است به اصفهان چنان که بنا بوده است برود به واسطه همین میتینگ و اقدامات تازه دولت انگلیس بوده باشد. در ضمن نطق ناطقین هم واضح بود که به این نکته نظر مخصوص دارند و شاید انعقاد این مجلس برای همین بوده است که با رفتن قشون روس به کنار زاینده رود به مصالح سیاسی و تجارتی انگلیس جلوگیری شود. ایران هم در این نفع شرکت داشته است. در صفحه 208 تصویری از پروفسور ادوارد براون نشان داده شده است. به هر حال پس از اتمام کار میتینگ مزبور، نگارنده به دعوت پروفسور براون به کامبریج رفته، چند روز در خانه استاد زبانهای شرقی در دارالفنون کامبریج و دوست صمیمی ایران میمانم و یکی دو مرتبه با استاد مزبور به دارالفنون رفته کتابخانه آنجا و مخصوصاً قسمت شرقی آن را که به سعی او وسعت و عظمت یافته است میبینم و شاگردان فارسی و عربی خوان را به تقاضای استادشان امتحان میکنم. پروفسور براون زن فرانسوی دارد و بسیار به او علاقه‌مند است. کتابخانه شخصی استاد مزبور مشتمل است بر انواع کتب ادبی و تاریخی و غیره ایران. در این ایام شوستر آمریکایی از ایران اخراج شده وارد لندن می شود. او را ملاقات می کنم و تذکر می دهم که در تهران به او توصیه کردم در کارهای سیاسی به هیچ وجه دخالت نکند. می گوید خواستم دخالت نکنم، ولی بعضی از هموطنان شما کاری کردند که سیاست در من دخالت کرد. از احوال ایران و سیاست خارجی آن می‌پرسم. می‌گوید مگر جنگ بزرگی پیش بیاید که در اثر آن ایران نجات بیابد، وگرنه خلاص آن بسیار مشکل است.
چوسر کتابی راجع به ایران نوشته است که بسیاری از حقایق آن عهد را در بر دارد و به هر صورت او در خدمتگزاری نسبت به وطن ما کوتاهی نکرد و سعیش مشکور است. اوائل ماه سفر 1330 از لندن به پاریس آمده، میبینم وزیر مختار ایران نه تنها انجمن سیاسی را برهم زده، بلکه شاگردان را هم از داشتن مجمعی که هیچ مربوط به سیاست نبوده است، من نموده. از این بابت دلتنگ شده، بیان که او را ملاقات کنم به جانب سوئیس رهسپار میگردم و به انتظار پیش آمدن روزهای بهتری در شهر مونترو اقامت میگذینم. چون پس از حوادث اخیر ایران لازم میدانم اقامت خود را در خارج طولانی کنم تا ببینم عاقبت کارها چه میشود. در این ایام شرحی به نایب السلطنه ایران نوشته، از او تکلیف میخواهم و جواب مطالب سابق را مطالبه میکنم و هم شرح مفصلی به تقی‌زاده نوشته به استانبول فرستاده، او و رفقایش را من میکنم که در این حال بی رویه مداخله در کارهای ایران بشود و می نویسم امروز هر اقدام انقلاب آمیز مضر است و چون دولت ضعیف است ناچار توسل به قوه اجنبی می جویند و مداخله بیگانگان بیشتر می گردد. پس همان بهتر که ملیون هر کجا هستند با یکدیگر اتفاق کنند و در موقع خود با استعداد کافی به وظیفه وقت رفتار نمایند. از گذشته عبرت باید گرفت. این مکتوب می رود و جوابی نمی آید و معلوم می شود که آنها نقشه‌ای را به عجله تعقیب می نمایند و بعد شنیده می شود که توسط یار محمد خان جوان با حرارتی است از کارکنان حزب دموکرات، با عده‌ای از مجاهدین در خدمت دولت و برای دفع سالارالدوله در ایالت کردستان و لرستان در تحت فرمان عبدالحسین میرزای فرمان فرما کار می کند. می خواهند بر ضد حکومت حاضر تهران قیام نمایند. این است که یار محمد خان با فرمان فرما مخالفت کرده، به اتفاق مجاهدین که تحت امر او هستند به مخالفت با دولت قیام می کند به عنوان مشروط خواهی و مطالبه افتتاح مجلس شورای ملی. کار از او پیشرفت نمی کرده. ناچار با سالار دوله که پس از جنگ های متعدد با دولت بالاخره شکست خورده، در اطراف لرستان و کردستان متواری بود، پیوند کرده. به عبارت دیگر سالار دوله هم با حزب دموکرات عهد و پیمان نموده، به اتفاق مجاهدین حمله به کرمانشاهان می نمایند و با خسارت بسیار که بر جان و مال مردم وارد می شود آن شهر را تصرف می کنند. پس از چندی فرمان فرما که در کردستان است به عزم پس گرفتن کرمانشاهان حرکت می کند. همین که نزدیک می رسد سالارالدوله و یار محمد خان کرمانشاهان را بی جنگ به او واگذار نموده می روند. فرمان فرما از این موفقیت بی زحمت و بی خسارت بسی شادمان. ولی یکی دو روز عمر این شادمانی بیشتر نیست. چه سالارالدوله پس از ترک کرمانشاهان کردستان را که از حکومت و استعداد خالی است تصرف کرده آنجا را مرکز خود قرار می‌دهد و پس از دیدن تدارک قابل یار محمد خان را برای گرفتن کرمانشاهان از دست فرمانفرما می‌فرستد. یار محمد خان در پشت شهر کرمانشاهان شبانه با قشون دولت جنگ کرده، در آن جنگ کشته می شود و یارانش متفرق می گردند و نقشه‌ای که بنا بوده است به دست او جاری شود از میان می رود. در این ایام به قدری هم مقام بر من احاطه کرده است که کمتر در عمر خود این حال را در خود دیدم. از همه جا و همه کس دارم ناامید می شوم. در این حال بعضی از جوانان ایرانی محصل از لوزان به مونترو آمده از من درخواست می‌کنند محل اقامت خود را در لوزان قرار داده از آنها سرپرستی نمایم و در تاریخ، ادبیات، اخلاق و غیره گاهی برای آنها مذاکره نمایم. چون از تنهایی در مونترو خسته شده ام و این کار را هم خدمتی به معارف می‌دانم، اجابت نموده به لوزان می‌روم در ربیع الاول 1330 و هم در این ماه از لندن مکتوبی می رسد از دفتر کنگره نژادی، حاصلش آنکه
ما قبول کردیم در کمیته مرکزی دائمی کنگره نژادی یک نفر نماینده اختصاص به ایران داشته باشد، به شرط آنکه آن نماینده شما بوده باشید. و با تشویقی که از سفارت لندن می شود، عضویت کمیته دائمی مرکزی را که 4 سال باید دوام یابد می پذیرم. و چون حالت مزاجی من اجازه نمی دهد به لندن مسافرت کنم، شرح ذیل را در جواب کنگره نوشته با ترجمه انگلیسی آن به لندن می فرستم. 4 ربیع‌الثانی 1330 مطابق 24 مارس 1912 از لوزان به کمیته مرکزی کنگره نژادی. ملل مختلف را آگاه نمودن از اخلاق و عادات یکدیگر، لغو نمودن مدخلیت رنگ و دیگر مابهل امتیازهای نژادی مختلف را در میدان علم و تربیت، کوشش کردن در اتحاد اصول تربیت و تعلیم در دارالعلوم‌های ملل مختلف، ترویج نمودن از خط و زبان سهل التناول بین المللی، واداشتن هر یک از ملل را به رعایت احترامات ملل دیگر و محترم شمردن هر یک مقدسات مذهبی و ملی دیگران را گرچه به آن معتقد نباشد، نفوذ دادن معلومات عالی مرتبه امروز را در اقوامی که به واسطه نامساعدتی اسباب از قافله ترقی عقب افتاده اند، اقدام نمودن به آنچه وسیله الفت و آمیزش ملل و برطرف شدن موجبات جنگ و جدل است، و بالجمله استفاده نمودن از روشنایی ترقیات محیر العقول عالم در قرن 20 که اینهاست یگان مقصد کنگره نژادی عالم، حسنش غیر قابل انکار است. بلکه حقیقت انسانیت به سراسر هستی خود این اندیشه عالی را تقدیس می کند و پیروانش را به 1000 زبان تبریک می گوید. ولی آنچه شایان دقت است این است که در مقابل طمع‌کاری جمعی سرمایه‌داران بی‌مروت و حریصان به کشورستانی که در تجاوز به حقوق و حدود دیگران افتخار می‌نمایند و ریخته شدن خون اولاد بشر را در راه رسیدن به مقصدهای نامشروع خود مباح می‌دانند و از کتاب حقوق ملل به ملت‌های ضعیف هیچ گونه بهره نمی‌دهند، آیا اقدامات انسانیت پرورانه کنگره نژادی و دیگر کنگره های صلح پرور تا چند اندازه قابل تأثیر خواهد بود؟ در صورتی که کرسی های دوایر رسمی که مصدر خیر و شر امور است بیشتر به وجود خودپسندانی مشغول است که گوش آنها به شنیدن نصیحت عادت ننموده، چنان که دیدیم در چند ماه فاصله ما بین ژوئیه و مارس یا ما بین افتتاح کنگره نژادی و شروع به تأسیس کمیته مرکزیش از جانب دولت‌هایی که می‌خواهند سرمشق دیگران باشند، چه تجاوزات به حدود ملکی و سیاسی و مذهبی اقوام دیگر شد که همه موجب ناامیدی شرقیان است عموماً و مسلمانان خصوصاً، از اینکه بتوانند باور کنند خوشبختی مختصری را می‌توانند از جانب غربیان دریافت نمایند. با وجود این، من از کسانی هستم که از پیروی مقاصد انسانیت پرورانه به زودی مایوس نمی شوم و معتقد هستم که هر در بسته را به استقامت بکوبی گشوده خواهد شد، علل خصوص که دست با قدرت حقیقت هم همراه آن باشد. و با این عقیده راسخ در تشکیل کمیته مرکزی کنگره نژادی عالم به نام ملت خود شرکت می نمایم و می دانم که اگر به انصاف در صفحه احوال ملل حاضر نظر نماییم و بخواهیم به اسباب بدبختی های گوناگون بعضی از آنها پی ببریم، خواهیم دید که بدبختی های مزبور به ضعف قوای علمی و عملی ایشان بیشتر مستند است تا به تجاوزات تجاوز کنندگان به حقوق و حدودشان. در این صورت بهترین راهی که اقوام مزبور را برای سعادت رسیدن به آمال خود هست همین راه است که کنگره نژادی به ایشان می نمایاند و همه دانشمندان عالم هم گفتند، زیرا خوی گرگی را از صفحه روزگار نمی توان محو کرد، ولی خفتگان را به قوت دانش می توان بیدار کرد و ضعیفان را به قدرت پرورش می توان قوی ساخت که به حقوق خیشتن دانا و به نگاهداریش توانا گردند و بدانند کس نخارد پشتشان جز ناخن انگشتشان. و چون در این وقت احوال مزاجی من اجازت نمی دهد که مجدداً به لندن آمده در جلسات کمیته مرکزی حاضر گردم، لذا به وسیله این مکتوب تشکرات صمیمی خود را به نام ملت ایران تقدیم می نمایم و افسوس می خورم که حوادث مهم اسفناک اخیر ایران که
یک صفحه از تاریخ وسیع این ملت قدیم را تاریک کرد و با اینکه حقانیت ایشان بر عالمیان آشکار شد، هنوز گریبانشان از دست بدبختی ها رهایی نیافته، طوری خاطر دولت و ملتی را پریشان کرد که برای اجرای مقررات کنگره نژادی هنوز هیچ گونه فرصت و فراغتی به دست نیاورده اند و با بیقراری رسیدن به روزهای بهتر را امیدوارند، بلکه بتوانند آنچه را فوت نموده اند تدارک بنمایند. و تجدید می کنم احترامات فائقه خود را و موفقیت کنگره محترم را در اجرای مقاصد انسانیت پرورانش و سعادت ملت خود را در مساعدت با آن مقاصد حسنه از خدا خواهانیم. افسوس که حوادث ایران و بی‌اعتنایی اولیای امور نگذارده است تا کنون هیچ گونه اقدام از طرف ایرانیان در همراهی با مقاصد کنگره نژادی شده باشد و در کنگره دوم که هر قوم اقدامات خود را به میدان خواهند آورد ما دست خالی نبوده باشیم. کمیته مرکزی کنگره مزبور پس از انعقاد در صدد شد که در جمیع ممالک که شرکت در کنگره نموده اند کمیته محلی تشکیل داده با آنها کار کند و به توسط نگارنده اقدامات مجدانه شد که در تهران چند تن از دانشمندان انجمن کرده کمیته محلی را تشکیل دهند. نه وزارت معارف که مرجع این کار بود اقدام کرد و نه دانشمندانی که از وجدان آنها درخواست خصوصی کرده بودند مساعدت نمودند، بلکه همه جواب یأس دادند. خلاصه با مایوسی از همه جا و همه کس مدتی در لوزان اقامت می کنم. با دستنگی شدید از بابت معاش از تهران نوشتند: اکنون که زحمت سرپرستی محصلین را تحمل می نمایی، چه بهتر که این کار از طرف دولت رجوع شود و معاشی هم بدهند. ناصرالملک نایب السلطنه هم تصدیقی در این باب می کند، اما صورت حصول نمی یابد به واسطه اغراض شخصی معاندین من. خلاصه طولی نمی کشد که ناصرالملک به اروپا سفر می کند و اینجا لازم است علت مسافرت ناصرالملک را به اروپا زانپس حوادث بعد را بنویسم. باید قدمی چند برگشته چنان که از پیش اشارت رفت بگوییم چون ناصرالملک نایب السلطنه شد و به تهران رسید و سپهدار را رئیس الوزرا نمود، سردار اسعد بختیاری دلتنگ شد به واسطه رقابتی که با او داشت، در صورتی که اصلاً با نیابت سلطنت ناصرالملک همراه نبود و طرفدار مستوفی الممالک بود. این بود که از اول بنای ناسازگاری را گذارد و هر قدر ناصرالملک می‌خواست او را با خود رام کند نمی‌شد، علل خصوص که به واسطه ی وقایع فارس که حکومت نظام السلطنه در آنجا برخلاف میل سردار اسعد جاری می‌شد بی نهایت افسرده بود، که یکی از خیالات عالی او زدیت نمودن با سولت الدوله رئیس قشقایی است که موافقت نمودن با اولاد قوام الملک شیرازی و حکومت نظام السلطنه نتیجه به عکس داده، اولاد قوام مقهور و یکی از آنها مقتول گشته و سولت الدوله مسلط و مقتدرتر شده و بالجمله سردار اسعد با کمال دلتنگی از تهران به اروپا حرکت می نماید. بعد از حرکت سردار اسعد و داخل شدن محمد علی میرزا به خاک ایران به قصد رسیدن به تخت و تاج و حمله سالار الدوله از طرف مغرب، ناصرالملک بی اندازه متوحش شده، چاره‌ای برای خود ندیده مگر اینکه بختیاری‌ها را روی کار آورده از قوت آنها استفاده نماید. این است که سمسام السلطنه نجف قلی خان بختیاری را رئیس الوزراء و سردار محتشم بختیاری را وزیر جنگ می نماید و مکتوبی به سردار اسعد به اروپا نوشته از او دلجویی می کند و او را دعوت می نماید که به ایران برگردد و می نویسد که بعد از آمدن شما من برای استراحت به اروپا خواهم رفت. یعنی اگر سمسام السلطنه را که رتبه شما را ندارد رئیس الوزرا کردم، شما هم به جای من نایب السلطنه خواهید شد. صفحه 215، فصل 24م، حکومت بختیاری در ایران. ریاست رؤسای بختیاری بر دولت که هرگز تصور این مقام را برای خود نمی کردند، آنها را وادار می کند که جدا در مقابل حملات محمد علی میرزا
و سالار الدوله ایستادگی نمایند، علل خصوص که قوه ارامنه و مجاهدین هم که در تحت ریاست یپرم خان رئیس کل نظمیه ایران تشکیل وسیعی دارد با آنها همراه است. این است که محمد علی میرزا را دفع می دهند و سالار الدوله را مکرر شکست داده متواری می سازند. ریاست بختیاری و پیشرفت کار آنها در ایران به سردار اسعد در اروپا قوت داده او را برای مراجعت به ایران حاضر می کند. او هم به فکر خود می خواهد اسباب قوتی در خارج برای خود فراهم کند که دیگر تزلزلی در کار بختیاری نباشد و ریاست برای او باقی بماند و بلکه خود را به تخت و تاج ایران هم نزدیک نماید. صفحه 215 سردار اسعد تصور رسیدن به آن مقام را هم می کند و اگر مانع خارجی نداشته باشد در داخل مملکت برای این کار اشکالی دیده نمی شود. این است که بعضی بندوبست ها در خارج کرده با سعد الدوله که بعد از توپ بستن مجلس رئیس الوزرای محمد علی میرزا شد و بعد از غلبه نمودن ملتیان از ایران خارج شده در سوئیس متوقف است، قراردادی می کند که او را به ایران برگرداند و در این کار شاید قصدش تراشیدن یک شخص سیاسی در مقابل ناصرالملک است و هم در پاریس با اشخاصی ملاقات می کند و عازم می شود به اتفاق مخبر السلطنه که بعد از معزول شدن از حکومت آذربایجان به اروپا آمده است روانه ایران گردد و سردار اسعد در ورود به تهران خود را مشیر و مشاور کل می داند. سمسام السلطنه رئیس الوزراء مجبور است از او تا یک اندازه حرف شنوی داشته باشد. مردم بیخبر هم تصور می کنن هر کس به اروپا رفت و برگشت از تمام سیاست خبردار می گردد. این است که در باب اقدامات روس و تحکمات او از وی رأی می خواهند. سردار اسعد نظر به قراردادی که در خارج داشته یا از روی فکر خودش که غالباً عمقی ندارد می گوید باید هر چه روس می خواهد به او داد. معلوم است این سخن در این موقع اگر احساسات ضعیفی هم در ملت هست خاموش می کند. ولی چیزی که می توان گفت این است که در این وقت که قوه دولت تقریباً منحصر است به قوه بختیاری و رشته امور مملکت هم به دست آنهاست، به طریق مستقیم یا به توسط توصیه انگلیسیان به روس‌ها که با بختیاری‌ها ضدیت نکنند، آنها شروع به کار می‌کنند و بعد از پیشرفت کردن مقاصد روس در آذربایجان و نقاط شمالی و بلکه در مرکز و متزلزل شدن استقلال ایران، ناصرالملک می‌خواهد مجلس شورای ملی را دایر کند، ولی پیشرفت نمی‌کند چون که سردار اسعد با دایر کردن مجلس همراه نیست و اظهار می کند بودن مجلس مخل به کار حکومت مقتدری است که امروز لازم است و خارجه هم آن را می خواهد و از یک طرف بقای حکومت بختیاری را در دایر نبودن مجلس می داند و همچنین بودن مجلس را اسباب قوت کار ناصرالملک می شناسد که آن را طالب نیست. روس ها هم با دایر شدن مجلس همراه نیستند و دلیلش واضح است. در این صورت کار ناصرالملک سست شده و سردار اسعد بی عنوان مشغول کار نیابت سلطنت می گردد. چند ماه به این ترتیب می گذرد و کار به این صورت در می آید که میان سمسام السلطنه و سردار اسعد در باطن برهم می خورد. چه سمسام السلطنه می خواهد مقام ریاست خود را حفظ کرده باشد و سردار اسعد می خواهد او تابع صرف از آراء وی بوده باشد و این اختلاف سبب می شود که سمسام السلطنه به ناصرالملک نزدیک‌تر شده، ناصرالملک هر چه می‌تواند با او همراهی می‌کند و مکرر می‌خواهند سمسام السلطنه را وادارن استعفا بدهد. ولی او جواب می‌دهد: چون مجلس شورای ملی در زمان ریاست من بسته شده و مرا مجلس پذیرفته است، لذا تا مجلس را دایر نکنم استعفا نخواهم داد. ولکن قوت مجلس نخواهان بر مجلس خواهان غلبه دارد و مجلس دایر نمی‌شود تا در ماه رجب 1330 که ناصرالملک به عنوان تغییر آب و هوا و سفر 2-3 ماهه از تهران با اهل و عیال به اروپا حرکت می کند و کار دولت یک جهت در کف اختیار سردار اسعد می افتد. و باید دانست که بعد از وقایع جانگوداز آذربایجان سپهدار را حکومت آذربایجان دادند به این خیال که او با روس‌ها سازش دارد و آنها حکومت او را قبول خواهند کرد.
و به این عنوان اسمی از برقرار بودن حکومت ایرانی در آنجا خواهد بود. سپهدار در صورتی که به هیچ وجه حاضر نبود از طرف دولتی که رئیسش بختیاری باشد به حکومت آذربایجان برود، ولی ناصرالملک او را راضی می کند و می فرستد. سپهدار به دفع الوقت بعد از زمان طولانی خود را نزدیک تبریز می رساند. ولی صمد خان که از طرف روسها حکمران آذربایجان است، تا مدتی او را نپذیرفته، بالاخره به توسط مأمورین روس به او نصیحت داده می شود و می پذیرد، در صورتی که رسم حکومت با خودش باشد و اسم با سپهدار. سپهدار هم با کمال کدورت در تبریز مانده، منتظر است به هر وسیله باشد دست مداخله بختیاری ها را از دامان دولت کوتاه نماید و حرکت ناصرالملک از تهران و قوت یافتن کار سردار اسعد هم مخالف رضای اوست. در این احوال منتشر شد که سپهدار حاضر شده است محمد علی میرزا را به آذربایجان وارد نموده از آنجا به تهران بفرستد. این خبر طوری نشر یافت که نزدیک به حصول تصور می شد. این بود که بختیاری ها به دست و پا افتادند. چه می دانستند این دفعه به این ترتیب و با بودن چندین هزار نفر قشون روس در داخل مملکت و همراهی سپهدار و نبودن ناصرالملک در مرکز، دیگر مانعی در کار محمد علی میرزا نخواهد بود و آنها هم اگر روس بخواهد او به تهران برسد مخالفت نمی توانند بکنند. به هر صورت چنان صلاح دیدن با ناصرالملک از در خصوصیت درآیند و او را به تهران برگردانند که به این وسیله از آمدن محمد علی میرزا جلوگیری شده باشد و بهانه بی رئیس بودن دولت از دست خارجه گرفته شود. این بود که سردار اسعد پسر خود سردار بهادر را که برای گردش به اروپا آمده بود مأمور کرد ناصرالملک را دیده او را از سردار اسعد اطمینان بدهد و بگوید من اگر از شما اطمینان حاصل کنم و شما نخواهید کابینه بختیاری برقرار باشد، سمسام السلطنه و سردار محتشم را از کابینه بیرون خواهم کرد و از طرف دیگر معتمد خاقان که اکنون قوام الدوله است به اروپا آمده به ناصرالملک اظهار می کند سمسام السلطنه و سردار محتشم اگر از شما اطمینان حاصل کنند و شما برگردید و نخواهید سردار اسعد در تهران باشد، او را به اروپا بفرستند و شاید برای همین کار او را به اروپا فرستاده باشند. از طرف کابینه تهران تلگراف به ناصرالملک می شود که زود بروید به لندن و کارها را تمام کنید و به ایران برگردید. چه در این ایام وزیر خارجه روس سازانوف به لندن مسافرت نموده است که با دولت انگلیس راجع به کار بالکان، عثمانی و ایران صحبت بدارد و قرار قطعی بگذارد و کار تقسیم ایران را با یکدیگر تمام نمایند. این مطلب هم اسباب وحشت زیاد در تهران شده است. کابینه تهران می‌خواهد ناصرالملک برود به لندن و در مذاکرات آنها شرکت نماید، یعنی از خیالات ایشان جلوگیری کند. و هم در این ایام قصه راه آهن و استقراض برای ایران در پاریس مطرح گشته. کمپانی انگلیس، فرانسه و روس می‌خواهد امتیاز راه آهن تمام ایران را گرفته، قرضی هم بدهد. در تهران کار بی‌پولی به سختی کشیده است. اصرار دارند زودتر این کار تمام شود که پولی به دست آورده باشند. در صورتی که به موجب قانون اساسی وزرا حق دادن این گونه امتیازات را در موقع انفصال مجلس ندارند. ناصرالملک در جواب تأکیدات تهران اظهار داشته که چون من به موجب قانون اساسی انتخاب شده ام و همان قانون مرا غیر مسئول قرار داده، پس باید مجلس را دایر کنید که قانوناً بتواند در این کارهای مهم رأی بدهد. و اگر نمی شود به زودی دایر کرد، یک مجلس موقتی از طبقات خلق دایر کنید که رأی آنها قائم مقام رأی مجلس شورای ملی باشند و هم یک وزیر مسئول از طرف دولت بیاید همراه من برویم داخل مذاکرات بشویم. کتاب دریچه‌ای به دنیای دانش و دانایی. میان کابینه تهران و ناصرالملک این مذاکره به طول انجامید و در این مدت ناصرالملک گاهی در اویان سرحد فرانسه در کنار لاک لمان بود و گاهی در سوئیس در شهر مونترو
در تهران به ملاحظات شخصی و غیره نمی توانستند وزیر مسئولی انتخاب نموده بفرستند. ناصرالملک هم بی بودن وزیر مسئول اقدام نمی کرد که به لندن برود یا داخل مذاکره بشود. کم کم وقت تنگ شد و وزیر خارجه روس به لندن رسید. آن وقت از تهران تلگرافن صمد خان ممتاز السلطنه را در پاریس وزیر مسئول کردند و مأمور نمودند که بیاید به سوئیس. نایب السلطنه را به لندن حرکت دهد و خودش از جانب دولت داخل مذاکره گردد و طولی نکشید معلوم شد که صمد خان از پاریس برای این کار اقدام می کرده و به دست برادرش میرزا اسماعیل خان ممتاز الدوله که اکنون جزو کابینه تهران است اسباب چینی می نموده است که این خدمت را به او رجوع نمایند و عمده مقصودش در این کار داخل شدن در کار استقراض و بردن کمیسیون آن بوده است و باید دانست که در اولین قرضی که دولت از روس کرد به توسط امین السلطان و عرفا الدوله ممتاز السلطنه هم سمت کوچکی داشت و فایده مختصری برد و در این مقام منتظر بوده است فایده بزرگ قسمت او بوده باشد. خلاصه ممتاز السلطنه از طرف دولت وزیر علوم شد که در پاریس این خدمت را انجام بدهد و معلوم است این کار مخالف میل ناصرالملک بود. چه اولاً به او اطمینان نداشت و ثانیاً می‌خواست یکی از کسانی که در تهران گرفتار کارها و مردم هستند بیاید مسئول این کارها بشود که بر شخص او ایرادی وارد نگردد. مداخله ممتاز السلطنه وزیر مختار ایران در پاریس چه ثمری برای آن مقصد دارد؟ این است که چون ممتاز السلطنه در مونترو نایب السلطنه را ملاقات می کند و نمی تواند او را راضی کند که او به این ترتیب اقدام نماید، ناچار مأیوسانه بر می گردد. اتفاقا در یکی از مجالس مذاکره نایب السلطنه و وزیر مختار یا وزیر علوم مصلحتی موقتی نگارنده در مونترو حاضر بودم و حس می کردم که ناصرالملک از این اتفاق و از آمدن ممتاز السلطنه به سوئیس بسیار دلتنگ است و با کمال ملایمت که دارد در جواب اصرارهای او تندی و سختگویی نموده بالاخره میگوید بسیار خوب، شما وزیر علوم وزیر مسئول شده اید برای رفتن به لندن، بروید، چرا معطلید؟ و میرساند که او نخواهد به این ترتیب اقدام کرد. خلاصه در خلال این کشمکش ها گفتگوی دو وزیر خارجه روس و انگلیس هم در لندن تمام شده، معلوم می شود اگر مقصد روس در این ملاقات عمده اتمام کار ایران بود، انگلیسیان همراهی نکرده رضا ندادند که برخلاف عهدنامه 1907 اقدامی در کار ایران بشود و بالاخره که از طرف وزیر روس اصرار می شود، وزیر انگلیس اتمام گفتگو را موکول به رأی پادشاه می نماید و مسئله به حضور پادشاه جورج عرض شده، او رأی نمی دهد صورت ظاهر استقلال ایران را برهم بزنند. قرار می دهند دولت مقتدری در ایران تشکیل بدهند و هر دو نظر کنند که کار او به صحت جاری گردد. خوانندگان این مطلب آیا چه تصور می کنند؟ مملکت کهنسال ایران را که چندان عهدی نگذشته است، دولت انگلیس روزی 500 باجغلی باج به او می داد تا بتواند یک بیرق در آن برافرازد و در راه حفظ و استقلالش چه شمشیرها زده و چه خونها ریخته شده است و خون هزارها از جوانانش در سالهای آخر مثل این است که هنوز خشک نشده باشد، در زیر سایه غرضرانی و طمعکاری و نادانی اولیای امور کارش به اینجا رسیده باشد، آیا موجب خوشنودی یا ملالت خواهد بود؟ ولی هر بدی در برابر بدتر البته بهتر است و خوشنود باید بود که نگاهداری صورت استقلال ایران با منافع دولت انگلیس موافقت داشته است. اینجا اگرچه به ما مربوط نیست، می نویسم ملاقات دو وزیر در لندن برای یک طرف نمودن کار بالکان یا عثمانی مدخلیت بزرگ داشت و طولی نکشید که دولت‌های بالکان با یکدیگر اتحاد کرده به دولت عثمانی حمله آورده، جمع کثیر از دو طرف کشته شدند و قسمت بزرگی از خاک عثمانی اروپا به دست دول بالکان افتاد و محرک بالکانیان عمده دولت روس است که می‌خواهد عثمانی را مزمحل کرده بغاز داردانل را به روی کشتی‌های دریای سیاه خود باز کند که اگر سیاست اتحاد آلمان، اتریش، ایتالیا و اتفاق روس، انگلیس، فرانسه و جلوگیری انگلیس از یک طرف
و آلمان و اتریش از طرف دیگر نبود، در این حمله بالکانیان به عثمانی شهر استانبول به تصرف آنها درآمده و کار عثمانی در اروپا بالمره تمام شده بود و روس به مقصد دیرینه خود می رسید. ولی باز اختلافات سیاسی دول بزرگ به فریاد عثمانی رسیده، استانبول محفوظ ماند و دست او از قسمت اروپاییش بالمره کوتاه نشد. بالجمله ناصرالملک به پاریس رفته آنجا اقامت کرد، بیان که از نیابت سلطنت استعفا داده باشد. کابینه تهران به تصویب سردار اسعد بر او سخت گرفت که یا استعفا بدهد و یا مراجعت نماید. دو وزیر مختار خود را هم در پاریس و لندن مأمور کردند جواب جدی از او بگیرند، اما او نه قبول رفتن کرد و نه استعفا داد و تا این وقت که من این شرح حال را می‌نویسم، قره ربیع الثانی 1330 مطابق با 1 مارس 1913 در پاریس متوقف است و کار نیابت سلطنت را با مکتوب و تلگراف می کند. مجلسی هم در تهران به ریاست سردار اسعد تشکیل شده به عنوان نظر نمودن در نظامنامه انتخابات که هیچ رنگ ملیت در آن دیده نمی شود و معین است برای پیشرفت اغراض اشخاص است. سردار اسعد پس از یأس از ناصرالملک اسباب فراهم آورد که سعدالدوله میرزا جواد خان را که پیش از این مکرر نام برده شده است از ژنو به ایران برده او را نایب السلطنه نماید و به این وسیله باز خودش مشیر و مشار بوده باشد و دست ناصرالملک را به کلی کوتاه کند. این بود که تلگرافاً سعدالدوله را به تهران خواست و هم سمسام السلطنه را وادار کرد از جانب هیئت دولت او را احضار کند. سعدالدوله هم به روابطی که با روس‌ها داشت از همراهی آنها اطمینان حاصل کرده بیدرنگ مهیای رفتن به ایران شد و با غرور فوق‌العاده حرکت کرده به اسباب چینی مفخم الدوله وزیر مختار ایران در سن پترزبورگ که نسبتی با سعدالدوله دارد، اسباب پذیرایی در راه روسیه از طرف دولت روس برای او فراهم شد. نشستن در قطار مخصوص دولتی هم بر غرور افزوده خود را نایب السلطنه دانسته وارد تهران شد. بختیاری ها اگرچه او را برای اسباب کار خود خواسته بودند و سردار اسعد نهایت همراهی را داشت، ولی باز دانستند که خطا کردند و سعدالدوله اگر مسلط شود دست آنها را به کلی کوتاه خواهد کرد. این بود که روزی چند گذشت و سمسام السلطنه تمکین نکرد او را مداخله به کار بدهد و مسئله نیابت سلطنت او هم سر نگرفت، زیرا جمعی از مردم زیر بار برهم زدن نیابت سلطنت قانونی ناصرالملک نمی رفتند. بالاخره تدبیری که سعدالدوله کرد این بود که عنوان نماید سلطان احمدشاه بر حسب قانون شرع اسلام کبیر است، گرچه به قانون اساسی هنوز بالغ نیست و در این صورت می تواند خود مداخله در کارهایش بنماید و صدر اعظم انتخاب کند و خواستند به این عنوان هم کابینه سمسام السلطنه را برهم بزنند و هم نیابت سلطنت ناصرالملک را و بالاخره قانون اساسی را لغو نمایند. این کار را هم ناصرالملک ضدیت کرد و نگذارد جاری شود. این بود که سعدالدوله را مقصد حاصل نگشته در ظاهر به جای خود نشست. در آن ایام که سعدالدوله از ژنو عازم ایران بود، روزی فیروز میرزای نصرت‌الدوله از منزل او باز آمد و مرا که اتفاقاً به ژنو رفته بودم ملاقات کرده گفت: سعدالدوله را دیدم، از علت مسافرت او پرسیدم. تلگرافی از سمسام السلطنه و دیگری از سردار اسعد ارائه داد که او را احضار به تهران کرده بودند و می گفت با این وصف آیا می شود نرفت؟ چون باز مصمم بود وی را ببیند، گفتم مخصوصاً می‌خواهم او را ملاقات کرده از جانب من بگویید حکایت می‌شود و نمی‌شود نیست، بلکه بایست و نبایست است. به این معنی که اگر می‌خواهید به ایران رفته از آن قوه خارجی که تصور می‌نمایید شما را تقویت می‌نماید استعمال کرده
هشاشه هم که از استقلال ما به عنوان مشروطه و قانون اساسی باقی است آن را محو نمایید، نبایست بروید. و اگر می روید، به واسطه ی حسن ظنی که رجال خارج به شما دارند، آنها را سرگرم کرده، از تجاوزاتشان به حسن تدبیر جلوگیری کرده، ضمناً قوه ضعیف شده دولت و ملت را تقویت نموده، اساس استقلال ایران را به تدریج محکم کنید، باید بروید. این است حقیقت امر. دیگر خود دانید و بالاخره باید بدانید که پیش پای شما برای رسیدن به هر مقصد که داشته باشید صاف و روشن نیست. بلی، اگر با ناصرالملک سازش کنید و دست به دست یکدیگر داده قدم در راه خدمتگزاری بردارید، دور نباشد بتوانید خدمتی بنمایید و قدمی رو به سعادت ایران بردارید. شنیدم که پیغام من به سعدالدوله رسید، ولیکن دیدم که بی اثر ماند و نتیجه را او خود دید. صفحه 223، فصل 25، ناصرالملک در اویان کنار دریاچه لمان. در ماه رمضان 1330 هجری نایب السلطنه ناصرالملک به اویان آمد برای تغییر آب و هوا و استفاده از آب‌های معدنی آن شهر. فاصله این مکان از شهر لوزان با کشتی بیش از نیم ساعت نیست و با این نزدیکی من مردد بودم از او ملاقات بکنم یا خیر، تا اینکه از طرف او حسن طلب شد و روزی او را ملاقات کردم. در این دیدار غیر از اظهار ملالت از اوضاع درباری تهران و نفاق رجال دولت و طمع‌کاری روحانیان چیزی از او نشنیدم و در آخر مجلس باز حسن طلب کرد که دیگر بار او را ببینم. ملاقات دوم در شب 21 همان ماه در هتل اسپلندید اویان بود. چند ساعت با او صحبت داشتم. گرچه مطالب هم زیاد بود، اما عادت ناصرالملک است مجالس خصوصیش را طولانی می کند و می خواهد به حسن بیان و قوت منطق حقانیت خود را در رفتاری که می کند ثابت نماید. به هر صورت گفتم مسلم است آن احساسات ملی که در دوره سلطنت قاجاریه در زیر فشارهای سخت که بر ایرانیان از طرف رجال دولت و روحانی نمایان وارد می شد تولید شده بود و نتیجهش برهم زدن اساس سلطنت استبدادی شد، به واسطه اداره شدن حکومت ملی از میان رفت. اکنون حال ملک و ملت این است که دیده می شود و من که یک تن از آن مردم هستم، می خواهم از شما نه به سمت نیابت سلطنت، بلکه به سمت یک نفر ایرانی دانشمند آگاه به احوال ایران بودن پرسش نمایم راه اصلاح حال این مملکت چیست؟ و در صورتی که شما نایب السلطنه هستید، چرا زودتر بر نمی گردید؟ و اگر مایوس هستید، از اینکه بتوانید تکلیف مقام خود را ادا کرده باشید، چرا استعفا نمی دهید که لااقل خود را در تاریخ بیش از این مقصر ننمایید؟ ناصرالملک در جواب سوالات من شرح ذیل را گفت که عیناً درج می شود. چه تقاضا کرد، هر چه می گوید بنویسم. و این عین آن چیزی است که نوشتم. اول اساس دولت باید معلوم باشد که اختیار و مسئولیت با کیست. اگر مشروطه است با هیئت وزراست و نایب السلطنه باید از حملات آسوده باشد، و اگر مشروطه نیست و چنان که حالا زمزمه می شود که زمام امر باید به دست یک شخص باشد، باید صریح گفت و همه بدانند و آشکار و علنی باشد که مشروطه نیست. و اگر کسی بگوید که صورت و عنوان مشروطه باشد ولی دولت مقتدری کار را از پیش ببرد، اگرچه مخالف اساس مشروطه یا بعضی از فصول قانون اساسی حالیه بشود، این هم به رأی یک نفر نمی شود و باید علنن گفته شود و برای حفظ صورت مشروطه باید جمعی از وطنخواهان و تجدد پروران به صورت تشکیل شده و نظام یافته با این مقصد همراه باشند که اگر جمعی از تندروان ضدیت کنند و دولت با آنها طرف شود، از ملت جمعی با دولت باشند که کار صورت استبداد حاصل نکند. نایب السلطنه حاضر بعد از حملات ناحق که به او شده، اگر باید مطابق همان قانون اساسی که او منتخب شده رفتار کند
باید بی‌مسئولیتی او را رعایت کرده او را محترم داشت و اگر برخلاف اساسی که انتخاب شده متوقعید که زمام امور را به دست بگیرد، باید اولا این عقیده را علنی کرد که همه کس بداند از مشروطه می گذریم و بعد از او پرسید که آیا حاضر هست این تقبل را بکند یا خیر. و اگر شق سیوم را اختیار کردیم و خواستیم دولتی مقتدر باشد و نایب السلطنه هم با آن دولت همراهی کند، باید این را به ترتیب صحیح علنی کرد و معلوم نمود جمعیت ملی نظام یافته که با این دولت و نیابت سلطنت همراه است کیانند. و اگر هیچ در فکر اساس دولت نیستیم و تجدد خواهان تفننن این نایب السلطنه را نمی خواهند، در صورتی که خود نایب السلطنه با این خیال آنها مسلمن همراهی خواهد کرد، اینقدر اسباب چینی لازم نیست که موجب تزلزل مملکت بگردد. صریحاً با انسانیت با خود نایب السلطنه مذاکره کرده این مسئله را ختم نموده همه آسوده گردند. مسائل محل ابتلا. اول، رابطه خارجه. اول چیزی که خارجه می خواهد و باید آرزوی خودمان هم باشد استقرار نظم و امنیت است که به این واسطه تجاوزات خارجه به ضروره کم می شود و بعد از آن به واسطه اشتباهات که در گذشته کرده ایم و شرح لازم ندارد، بعضی مسائل تازه پیش آمده که اگر خودمان در موقع به فکر افتاده بودیم کار به این سختی نمی کشید. اول مسئله راه آهن است. این مسئله یکی مسئله راه آهن ماورای ایران است که ما بین سه دولت است: روس، انگلیس، فرانسه. و مسئله استقراض هم کاملا به آن مربوط است. تکلیف هم کردند که داخل مذاکره بشویم. چاره جز این نیست که دولت مصالح مملکت را در نظر گرفته با کمال جرأت تصمیم نماید. اگر به کلی رد خواهد کرد، باید ببیند که از پیش می رود یا خیر و نتایج بعدش چه خواهد بود. و اگر قبول می کند، باید طرحی در نظر داشته باشد که تا چه اندازه می تواند قبول کند شرایط را و اگر در مقابل تکالیف بی انصافی بشود، اقلن افکار عمومی اروپا حق را به جانب دولت ایران بدهند که او برای ترقی مملکت حاضر شد ولی تکالیف شاقه آن طرف او را محروم کرد. فرض کنیم که به شرایط معقولانه این کار صورت گرفت. البته اسباب ترقی و آبادی خواهد شد ولی به چند شرط. اول اینکه دولت مقتدر باشد و امنیت کامل حاصل شود که اگر نشد معلوم است دول مطبوع سرمایه داران خودشان مجبور خواهند بود که راه آهن را حفظ نمایند. دوم، این همه سرمایه که در ایران ریخته می شود موجب حصول دعاوی بسیار خواهد شد. اگر دولت ایران دستگاه صحیح منصفانه برای قطع دعاوی نداشته باشد، لابد قطع و فصل آنها به دست خارجه خواهد شد. اما استقراض. تا کنون در مشروطه و استبداد هرچه قرض شده تبا شده و بندی بر بندهای دولت افزوده گردیده و مسلم است که این آخرین استقراض است. اگر به قاعده خرج شد نجا و الا هلکه. پس باید در این استقراض زیاد دقت کرد که اولا چقدر پول لازم است. چطور ضمانت می کنند که اصل و منفعت مرتب رد شود که موجب دخالت خارجه نشود و بر اعتبار دولت بیفزاید. و اما مراجعت نایب السلطنه با اینکه هیچ تغییر وضعی در داخل و خارجه نشده، در داخل گرفتار همان حملات و پیش نرفتن کارها، مسائل خارجه هم لاین حل مانده، هیچ فایده ندارد بلکه مضر است. اگر کسی با شخص نایب السلطنه غرض دارد و در بند مملکت نیست، با او حرفی نداریم. و اگر کسی در فکر مملکت است، باید این مسئله بدیهی را بداند که اولا در داخل تغییر وضعی داده شود و ثانیا از بودن او در فرنگستان خواه او را بخواهند و خواه نخواهند در این موقع استفاده کنند که اگر او باشد یا دیگری برای مملکت نافع باشد و در این کار تأخیر جایز نیست.
طریق عمل. اگر استبداد می‌خواهند، زود رئیس استبداد را اعلان کنند، و اگر مشروطه می‌خواهند، اول تشکیل آن جماعت بشود که با دولت همراه باشند و بعد افتتاح مجلس و انتخاب صحیح که اشخاص لایق انتخاب شوند و بعد حضور نایب السلطنه برای همراهی با مطالب صحیح، و تا اینها صورت بگیرد چون کارهای خارجی معوق میماند، تعیین یک نفر وزیر مسئول با دستورالعمل‌های لازم و مسائل مهمه که مطرح مذاکره است که با همراهی نایب السلطنه داخل مذاکرات شود، و برای این کار باید اولیای دولت نظریات خود را آشکار بگویند که همه کس بداند، و اگر جرأت ندارند مجمعی از دانشمندان وطن پرست حاضر کرده با خود شریک نموده داخل مذاکره شوند، و فکر این مطلب را هم بکنند که مسائل بزرگ مانند راه آهن و استقراض منوط به تصویب مجلس می باشد. بعد از آنکه مذاکرات به جایی قرار گرفت، در قبول و اجرای آن چه خواهند کرد؟ گرچه مذاکرات نایب السلطنه به ظاهر منطقی و صحیح است، ولیکن مرا قانع نمی کند و می گویم آیا با اطلاع بر احوال حاضر ایران ضمیرهای جمع مذکر غایب را به کجا باید برگردانید؟ شما اگر بخواهید خود را بالمره بی‌طرف گرفته منتظر باشید که مردمی در تهران مصدر امور دولت و انجام دهنده این مطالب به وجه صحت باشند و شما را در مقام قدس بی‌مسئولیتی محفوظ بدارند، از آنچه هست بسی دور است. نایب السلطنه میگوید من هم تکلیف خود را نمیدانم از حدودی که قانون اساسی برای من تعیین کرده تجاوز نمایم. مذاکرات نایب السلطنه به پایان رسید و من از بیانات او فهمیدم اگر از تغییر وضع در داخل مایوس شود به ایران بازگشت نخواهد کرد. نایب السلطنه مدتی در سوئیس اقامت میکند و بعد به پاریس رفته قریب یک سال آنجا میماند، و در این مدت امور دولت ایران گاهی به توسط کابینه سمسام السلطنه بختیاری و گاهی به توسط کابینه که میرزا محمد علی خان علاءالسلطنه بر آن ریاست می نماید می گذرد. صفحه 227. تشکیل کابینه دوم از آن رو شده که به واسطه اقتشاش فوق‌العاده امور داخلی نزدیک بود رشته امور ایران به کلی از هم گسسته شود. لذا چنان صلاح دیده شده بود وزیر داخلی مقتدری انتخاب شود. عین الدوله را برای این کار در نظر داشتند که رئیس الوزراء و وزیر داخله باشد. ولی به واسطه مخالفت بختیاریان رئیس الوزرای او سر نمی گیرد. ناچار شخص محترم آبرومندی را نامزد ریاست وزراء می کنند و عین الدوله به ملاحظه استعداد شخصی وزیر داخله و مستوفی الممالک را به ملاحظه درستکاری و طرف توجه فرقه دموکرات بودن وزیر جنگ می نمایند، و کابینه به امضای تلگرافی ناصرالملک با اشخاص به نسبه بهتر تشکیل شده در انتظام داخلی می کوشند و تا یک درجه موفق می شوند، خصوصا که رشته انتظام در این ایام به دست اداره ژاندارمری است که صاحب منصبان سوئدی آن را اداره می کنند و ژنرال یالمارسون رئیس آن هاست و نیکو از عهده خدمت برآمده. صاحب منصبان سوئدی اگرچه تکیه آنها باطنن به انگلیسیان است و قوه آنها در مقابل قوه قزاق که روسها به آن قوه مستحضر می باشند قوی شمرده می شود، ولی چون رؤسای آنها با عقل و تجربه هستند با روسها هم در ظاهر ضدیت نمی کنند و بهانه به دست آنها نمی دهند. جنوب ایران به دست ژاندارمری و همراهی باطنی انگلیسیان امن شده و در شمال هم نفوذ کرده و در مقابل قشون روس که در نقاط شمالی همه جا هست، انتظامات ژاندارمری به سرعت پیش می رود و دور نباشد اگر مداومت کند و امور مرکزی هم حسن جریان یابد، مداخلات روس در شمال محدود بگردد. بالجمله بعد از رفتن ناصرالملک از سوئیس به پاریس و اقدام نمودن او در اینکه سرپرستی محصلین ایرانی در اروپا و لااقل در سوئیس از طرف دولت به من واگذار شود، یعنی این کار را که اکنون از روی وظیفه وجدانی می کنم به طور رسمی شده باشد، کارکنان دولت در تهران بعضی از روی نارضایتی از نایب السلطنه
و برخی از روی بیمهری به من نه تنها موافقت نکرده بلکه اخلال می کنند. خبر به من می رسد و بر ملالت خاطرم افزوده می شود که می بینم قرضهای خصوصی پادرمیانی کرده پس از یک عمر زحمت و فداکاری که امروز من ضرورتاً حاضر شده ام در ازای خدمت معلوم اجرتی گرفته مدد معاش نمایم این اندازه مساعدت را هم روانه می دارند. این است که با کمال یأس از اینکه بتوانم شرکت مستقیمی در کارهای عمومی بکنم شرحی به نایب السلطنه می نویسم و از او تقاضا می کنم دیگر این موضوع را تعقیب ننماید. ناصرالملک از این مکتوب جواب مهرآمیزی می دهد و می نویسد هر وقت به یاد شما می افتم پریشانی احوال خود را فراموش می کنم ولکن بر این نیست این مذاکرات در مقابل بی تکلیفی من نمی تواند منشأ اثری بوده باشد. پس از این واقعه خیالم یک جهت می شود. اهل و عیال خود را به اروپا آورده دامنه اقامت خیش را طولانی نمایم و در اروپا برای خود راه معاشی به دست بیاورم. اگر افسوس بر گذشته خوردن سودی داشت شاید افسوس می خوردم که در هنگام فرصت با اینکه میسر بود از راه مشروع تهیه‌ای برای این روز خود دیده باشم ندیدم و فکر امروز و فردا را نکردم بلکه هر چه به دست آوردم در راه احساسات به رایگان از دست دادم و باید دانست که خرابی اوضاع وطن و کشمکش‌هایی که پدرم با مردم زمان داشت و حسدها و دشمنی‌ها که مردم با وی داشتند علل خصوص با لباس روحانیت که در قامت پدر و اولادش بود به ضمیمه بی‌اعتنایی که من شخصاً به جمع مال دنیا داشتم و هرگز این کار نقطه نظر توجه من نبود این روزگار را پیش آورد که بعد از 51 سال که از عمرم رفته و گذشتن آنچه بر من گذشته هنوز نمی دانم کجای دنیا باید زندگانی کنم از چه ممر معاش نمایم کارم چیست مساعد و مددکارم کیست راستی جای تأسف است ولی بالاتر از این هم فکری هست که آن فکر نمی گذارد بر گذشته تأسف بخورم و همان فکر است که مرا زنده و دلخوش نگاه داشته و می دارد. خلاصه مدتی به خیال بودم مختصر ملکی را که از میراث پدر برایم در ایران باقی مانده است فروخته برای زندگانی تازه سرمایه تهیه نمایم و به هر حال خیالم قوت می گیرد خانواده خود را به اروپا بیاورم و در ضمن این کار چند فایده ببرم. اول رفع نگرانی، دوم تغییر دادن در وضع نامعلوم زندگانی، سوم صرفه‌جویی، چهارم از خیال انداختن اشخاصی را که در این حال باز بر من حسد می برند و تصور می کنند من می خواهم مخل مقاصد شخصی آنها باشم. پنجم اینکه خانواده من که در ایران نشو و نما کرده محتاجند به دیدن عملیات زندگانی جدید از این مسافرت بهره مند بشوند و برای آتیه آنها مفید بوده باشد. چه اگر به دیده حقیقت نظر نماییم خواهیم دید بزرگتر سبب بدبختی های امروز ملت ما بیدانشی زنان ماست که اگر دختران امروز زنان فردا و مادران و دایگان پس فردا واقف به مواقف عصر و با خبر از وظایف خیش باشند تربیت یافتگان در دامان آنها مردان و زنانی بهتر از مردم امروز می شوند و ناموس ملک و ملت خود را از این بهتر محافظت می نمایند. در 2 قرن اخیر بسیاری از مردان و جوانان ایران به اروپا سفر کردند ماندند و دیدند و برگردیدند بیان که تأثیری در وجود آنها کرده باشد یا آنکه ارمغانی که در سعادت آتی وطن مدخلیت داشته باشد به وطن خود برده باشند ولی اغلب آنها بردند آنچه برای اروپاییان نیز سعادت شمرده نمی شد چرا سد که برای تقلید کنندگان آنها سعادتی شمرده شود و نبردند آنچه را که می توانست برای ما روح حیات بوده باشد و دنیای خراب ما را هم به رنگ دنیای آباد بسازد و اگر به جای یک قسمت از آن مردان زنان ترقی‌خواه مسافرت کرده اوضاع تازه زندگانی خانه و شوهرداری اولاد پرورانی و هرچه در حسن جریان امور خانوادگی مدخلیت بزرگ دارد دیده و فرا گرفته و برگردیده بودند
البته ما هم از قافله پیش قدمان عقب نمی ماندیم و بیشتر چیزی که خار این راه بود مسئله حجاب زنان و ملاحظه عادات مذهبی بود. در صورتی که اگر به نقطه منظور شارع مقدس پی ببریم و به متن اسلام بنگریم، خواهیم دید حکم حجاب به صورتی نیست که بتواند مانع ترقی و تربیت زنان بوده باشد و آنچه از عزت اسلام و مسلمانی محل توجه بوده، اهمیتش هزار مرتبه افزونتر از پیرایه‌های افزوده شده یا فرو زاید بر اصل است. ولیکن نه عنصر صالح ملت ما را این حس بود و نه سران و سروران قوم. علل خصوص قائدین روحانی که نفوذ تام در افکار قوم داشتند، توانستند از دایره اوهام قدم بیرون نهاده و از ملامت جهال قوم اندیشه نکنند و خیر و صلاح حقیقی ملت را که باز نماندن از قافله ترقی بود، خاطر نشان او نموده راه عزت حقیقی را که بی احتیاجی و تعالی عالم اسلامیت بود، پیش پای ملت بگذارند و رعایت مقتضای وقت را بر هر ملاحظه مقدم بدارند. ولیکن نکردند و ندانستند که در این تکاهل و تسامح و همراهی با افکار جهال، آنچه از دست ملت می رود و آنچه از عالم اسلامیت می کاهد هزار مرتبه مهمتر است تا آنچه موقتاً محفوظ می ماند. افسوس. بالجمله سخن در این بود که مسافرت زنان مشرق به مغرب برای آموزگاری و دیدن عملیات زندگانی جدید و بازگشتن آنها با حسن علم و عمل برای سعادت ملل بازمانده از قافله ترقی مدخلیت عظیم دارد. نظر به این نکته، من از هیچ ملامت اندیشه نکرده خانواده خود را به اروپا مسافرت دادم، گرچه در سالهای آخرین بعضی زنان از خانواده‌های محترم به اروپا سفر کرده اند، ولیکن همه از طبقه اعیان و خوانین بوده اند و از خانواده روحانیان کسی به این کار اقدام نکرده است. از این سبب البته باید تحمل ملامت‌ها را نموده اندیشه نکرد. اینک بازگردیم به اصل مطلب. چون ترتیب مسافرت برای زنان خالی از اشکال نیست، اگر سفر در داخله باشد که اسباب مسافرت بسیار لازم دارند و بی همراه و محرم ممکن نیست بتوانند سفر نمایند. نه اخلاق عمومی هنوز مقتضی است که زنی بتواند تنها مسافرت کند و نه عادات مملکتی این اجازت را می دهد. و اگر مسافرت به خارج است، گرچه اسبابش فراهمتر و کم زحمت تر است، علل خصوص بعد از خارج شدن از ایران، ولیکن برای زنان سفر نکرده و بی خبر از اوضاع دنیا و بی زبان، البته بی همراه مسافرت کردن ممکن نیست. خانواده من هم که عبارت بودند از یک زن و دو دختر 6 ساله و 2 ساله، محتاج بودند به همراه. از این جهت مجبور شدم تا سرحد ایران رفته آنها را با خود بیاورم. همین که خبردار شدم آنها در شرف حرکت از تهرانند، با کمال تعجیل اسباب مسافرت خود را فراهم کرده، با اطمینان کامل از اطلاع بر ترتیب مسافرت در اروپا و به این خیال که چنان که در شهرهای سوئیس به آسانی مسافرت می کنم، از لوزان به بادکوبه هم بینگرانی و معطلی می روم و بر می گردم، نه خسته می شوم و نه زحمت می بینم، نه محتاج به همراه هستم و نه از کسی کمک می خواهم، در صورتی که غرور در هیچ حال نمی باید حجاب عقل و عاقبت اندیشی بگردد. خلاصه بیدرنگ سوئیس را ترک کرده به اتریش می روم که از آنجا روانه بادکوبه بگردم. در اثر موفقیت به مسافرت ناگهانی، از لازمترین کارهای خود که رسانیدن تذکره باشد به امضای قنسولگری روس در لوزان یا در وین به کلی غافل ماندم. در نزدیکی سرحد روس و اتریش به خاطر من خطور کرد مبادا تذکره من ناتمامی داشته باشد که نتوانم داخل خاک روسیه بشوم، بی آنکه اثری بر این خاطره مترتب کرده باشم. تا به سرحد می رسیم، آنجا باید ترن را عوض کرد و با ترنهای روس
راه قفقاز را تعیین نمود. در موقع دیدن تذکره ها تذکره من رد شد و مرا با همان ترن اتریشی به پدولیچیگا که شرحش را می‌خوانید برگردانیدند. از یک طرف نه زبان روسی می‌دانم و نه زبان آلمانی و از طرف دیگر تصور می‌کنم خانواده من در بادکوبه سرگردانند. ولی چه می‌توان کرد؟ باید رفت به شهر لمبرگ. آنجا کار تذکره را تمام کرد و برگشت و تصور می‌شود 2 روز وقت برای انجام این کار لازم باشد. در این حال جوان محصل یهودی را که در سوئیس تحصیل می‌کرده و اکنون می‌خواسته است با تذکره‌های دیگری داخل خاک روسیه بشود می‌بینم. مانند من برگردانیده شده است، بیان که امید کامیابی به مقصد خود را داشته باشد. او را تسلی می‌دهم و او کار مترجمی برای من می‌نماید. در پدولیچیگا می‌مانم و تذکره را به شهر لمبرگ می‌فرستم که فردا برگردانند. اما همان شب سیل عظیم برخواسته، راه ها چنان که در فصل بعد نوشته می شود از هر طرف ویران می شود و چند روز باید در بدترین احوال آنجا اقامت کرد. این بود نتیجه یک غفلت ناشی از غرور که موجب خسارت و گذرانیدن ایامی به بدترین احوال گشت. صفحه 233، فصل 26، بقیه مسافرت و توقف در لوزان. پدولیچیگا شهر کثیفی است، تقریباً دارای 6000 سکنه که 2 قسمت آنها یهودی و 1 قسمت نصارا هستند و به واسطه غلبه یهود و اینکه رشته تجارت و کسب به دست آنهاست، مسیحیان مجبورند از آنها ملاحظه داشته باشند. با اینکه یهودی‌های این شهر به نسبت تمیزتر از بعضی شهرهای دیگرند، باز آثار کثافت از در و دیوار و زمین و هوای آنها ظاهر است به واسطه محل عبور و مرور واقع شدن این شهر و حاجتمندی مسافرین به تبدیل پول در این محل. یهودی‌های متمول در آنجا یافت می‌شوند و اغلب متکبر و خودپسندند، چون مسافرین مگر برای حادثه‌ای که روی داده باشد آنجا زیست نمی‌کنند. اگر احیاناً غریبی آنجا بماند، پی در پی از حال و کار او تحقیق می نمایند و همدیگر را خبردار می کنند. در 2 محل غالباً اجتماع دارند. یکی سر گار راه آهن که در ساعتهای ورود هر قطار جمعی کثیر از زن و مرد و کوچک و بزرگ جمع می شوند و در 1 قسمت از فضای گار که برای تماشاچیان آزاد است مسافرین را تماشا می کنند و این تفرج بزرگی است برای آنها. و هر نوبت که به گار می آیند و بیرون می روند، کثافت هوای گار و زمین آن برای غریب تحمل ناکردنی است. دیگر در 1 میدان کوچکی که دارند، همه روز بعد از ظهر جمع شده داد و ستد می نمایند. اغلب غیر از زبان خود، زبان روسی و آلمانی هر دو را می دانند. یهودیان در هر کجای دنیا هستند، می‌خواهند از راه دولتمندی خود را عزیز کنند و خلق را به خود محتاج نمایند. به این ملاحظه در انواع و اقسام تجارت‌های کوچک و بزرگ دست انداخته‌اند و اگر بخواهیم درست احسان نماییم، خواهیم دید که قسمت بزرگ تجارت دنیا امروز به دست یهود است. در قرن‌های اخیر که کارخانجات علمی بالا گرفت، این قوم دانستند که این در به روی آنها بسته خواهد شد اگر نورسان خود را دانش نیاموزند. این بود که در هر کجا به افتتاح مدارس خصوصی و یا به شرکت نمودن در مدارس عمومی اطفال خود را به تحصیل واداشتند، تا این وقت که معلمین بزرگ، نویسندگان نامی، طبیبان ماهر، مهندسین قابل و انواع مردان کارآمد در آنها پیدا شده است. ولی نباید غفلت کرد که با این همه در برابر ملل دیگر خود را آهسته به یهودی بودن معرفی می نمایند و این نیست مگر به واسطه نداشتن دولت مستقل، که اگر این قوم دارای دولت مستقلی بودند و مملکت مخصوصی داشتند، از هیچ جهت کمتری از بسیاری از ملت‌های موجود نداشتند. عقیده جوانان یهود این است که باید پول جمع‌آوری نموده، زمین‌های فلسطین یا بیت المقدس را خریده، کم کم به مالکیت حقیقی آنجا را مرکز قرار داده
تشکیل دولت و سلطنتی داد و تجدید شرافتی برای خود نمود و این عقیده را سیونیست می نامند، به مناسبت ملت یهود در فلسطین که سیون نامیده می شوند. جوانان یهود در ترویج عقیده سیونیست اقدام کرده اند و تا یک اندازه می توان گفت موفقیت هم حاصل نموده اند و به مقصد هم نزدیک شده اند. چیزی که آنها را از زود رسیدن به این مقصد باز داشته این است که کهنه پرستانشان با این خیال همراهی ندارند و می گویند مقصود ما دولتمندی و آسایش است که داریم و در زیر لوای هر دولت که باشیم به نیروی مکنت و تجارت روز خود را به راحت شام می نماییم. چه داعی داریم که خود را به زحمت انداخته این گونه خیالات دور و دراز را تعقیب نماییم؟ پول عزیز موجود خود را به خیالاتی که معلوم نیست چه منفعت برای ما خواهد داشت صرف نماییم. به عبارت دیگر می‌گویند قومیت، شرف و ملیت الفاظ است. اگر دارایی و آسایش است همه چیز داریم و اگر نیست این الفاظ چه ثمر خواهد داشت؟ آنها که در ممالک روسیه ساکنند در تحت شدت و فشار دولت هستند و تساوی حقوق با ارتدوکس ها ندارند. اطفال آنها مخصوصا دختران در مدارس روس در تحصیل آزاد نیستند. نمره درس های آنها هر قدر هم که نیکو باشد با اطفال روسی مطابق نیست. به این معنی که یک طفل یهودی نمیتواند در مکتب دارای نمره اعلایی که یک طفل روسی میگیرد بوده باشد. و بیشتر افکار سیونیستی از جوانان تحصیل کرده در مدارس روسی تولید می شود که خفت و خاری خود را در برابر اطفال دیگر مشاهده می کنند و احساس می نمایند که اگر آنها هم شرف، قومیت و ملیت داشتند، یعنی اگر وطن داشتند، دوچار این ذلت نبودند. به مناسبت مطلب کلمه چند درباره یهود ایران بنویسیم. یهود ایران یادگارهای بدی در زندگانی خود در ایران دارند. منزلهای آنها پسترین و کثیفترین منازل بوده. زندگانی آنها در میان مسلمانان ایران ضرب المثل زندگانی ناپسند نمودن بوده. مشاغل آنها پسترین شغلها و دائما از دست مسلمانان مخصوصا از دست اطفال آزار و اذیت می دیدند. کار به جایی رسیده بود که در بعضی شهرهای ایران مانند اصفهان، کاشان، همدان و غیره یکی از تفننات اطفال در بازی کردن در کوچه‌ها سر به سر یهودیان گذاردن بود که به شغل‌های کثیف می‌پرداختند. فقط گاهی طبیبی در میان آنها پیدا می‌شد که ترقی می‌کرد و محل حاجت مسلمانان می‌شد و به ظاهر احترامی می‌یافت. ولی باز نبض هر مسلمانی را که می‌گرفت در برابر خودش یا در پشت سر مسلمان دست خود را تطهیر می کرد. دیگر شغل زرگری و صرافی بود که برای آنها افتخاری داشت اگر به دست می آوردند. دیگر شراب فروشی بود در خفا به مسلمان های بادخار و علنی به غیر مسلمان و مکرر اتفاق می افتاد که سر آنها فاش می شد و دچار مؤاخذه حکومت می شدند یا آنکه خانه های آنها به غارت می رفت. هرچه از مأکولات مخصوصاً از بقولات که گنده می شد برای فروش به محله یهود می رفت و هرچه کثافت بود در محله آنها دیده می شد. از خواندن و نوشتن محروم بودند مگر به ندرت. در هر شهر یکی دو تن ملا داشتند برای ذبح کردن. این زندگانی برای آنها مداومت کرد تا سالهای آخرین که معارف جدید در ایران تأسیس شد و به یهود، نصارا و زرتشتیان هم اجازه داده شد مدارس مخصوص داشته باشند و به علاوه یهودیان سرپرست خارجی پیدا کردند و برای اطفال آنها در اغلب شهرهای ایران مدارس خوب گشوده از این راه به روزگار بدبختی آنها خاتمه داده شد که اکنون با کمال آسایش در ایران زندگانی می کنند و تربیت یافتگان آنها خصوصا دختران که به واسطه آزادی در اروپا تحصیلات خود را تکمیل کرده بازگشت می نمایند
و در ایران در مدارس دختران و غیره تدریس می کنند و آثار ترقی بسیار در آنها هویداست و به واسطه یادآوری بدبختی های پیش خود دو اسبه رو به خوشبختی می تازند. استطاعت و مکنت هم آنها را مدد می نماید. سخن در یهود پدولیچیگا بود. قیافه آنها به یهود ایران شبیه است. روی لباس خود جبه سیاهی دربر می کنند. به رسم اروپا شاپو سر می گذارند. ولی در مجالس آن را بر نمی دارند. بعد می پوشند و خوب می خورند. هر کدام اندک مکنت دارند. بیش از آن تکبر می فروشند. در هتلی که منزل داشتم بیشتر از متکبرین آنها برای صرف شام و نهار به آنجا مراوده می کردند. من نه زبان آنها را می دانستم و نه هیچ گونه رابطه ی الفتی با آنها داشتم. به علاوه پریشان حواسی که به واسطه ی توقف نابهنگام آنجا مرا بود، نگرانی بی اندازه از طرف خانواده خود علاوه بر کسالت مزاجی که روی داده بود، چنان مرا مشغول به خود داشت که به دیگران نمی پرداختم. تذکره مرا بردن به لئوپون که به فاصله یک روز برگردانند. اتفاقاً بارندگی شدید شد. سیل عظیم برخاست و از هر طرف خصوصاً در فاصله ما بین لئوپون و پدولیچیگا راه آهن ویران گشت. آمد و رفت قطارها مختل ماند. من مجبور به توقف شدم. یکی دو روز چنان که از پیش گفته شد، همزبان و مترجم من جوان یهودی محصل روسی بود و پس از رفتن او به کلی بی زبان ماندم. عرصه بر من تنگ شد. یکی از یهودیان که به حاجتی به دکان وی رفته بودم، مرا به خانه خود برد که با دختر تحصیل کرده فرانسه‌دان او صحبت بدارم. دختری در نهایت حسن و جمال و تا یک حد با کمال مرا پذیرایی کرد. دو سه روز، روزی یکی دو ساعت با من صحبت می داشت. یک روز در ضمن صحبت گفت: من به زودی شوهر می کنم. به این مناسبت مرا به خاطر آمد که طایفه ای از یهود را عادت مذهبی این است که دختران آنها در شب زفاف گیسوان خود را از بن می برند و گیسوی آریت می گذارند و این اندوه بزرگی است برای آنها که لذت شوهر نمودن را به کام ایشان تلخ می نماید. از دختر جوان می پرسم که آیا راست است که در میان شما طایفه‌ای هستند که دختران آنها برای زفاف گیسوان خود را چیده گیس آریه می گذارند؟ جواب می دهد: متاسفانه ما ایم آن طایفه. می گویم: در این صورت شما به زودی گیسوان بلند خود را فدای عادت مذهبی خواهید کرد؟ جواب می دهد: من ترجیح می دهم دختر پیر مردن را بر پیروی خرافات دینی کردن. من شرط کرده ام در به جا آوردن این عادت آزاد بوده باشم. بدیهی است به کامی که شهد علم و تربیت رسید، دیگر خرافات در آن کام تأمین نخواهد داشت. خلاصه پس از شش روز که با زحمت در میان یهودیان می مانم، وسیله مسافرت فراهم شده به جانب بادکوبه روانه می شوم و در راه مشکلات دیگر از قبیل از دست دادن ترن و ابتلا به دست دزدان و غیره روی می دهد که هر یک برای من درس عبرتی می گردد. بالجمله بعد از 12 روز که از لوزان در آمده خود را به بادکوبه می رسانم و اتفاقا در همان ساعت خانواده من از ایران می رسند و به دیدار آنها بهره مند می گردم. عجبا، دختر کوچکی دارم که بعد از حرکت من از تهران به دنیا آمده مرا ندیده است. به محض دیدار خود را در آغوش پدر افکنده، مثل اینکه در این آغوش نشو و نما کرده باشد. بالجمله زن و دو فرزند خود را برداشته از راهی که آمده ام به سوئیس بازگشت می نمایم. بدیهی است زن و فرزند اروپا ندیده بی زبان و نامأنوس به احوال اروپا تا مدتی که آشنا به اوضاع گردند و زبان فراگیرند و بتوانند احتیاجات خود را برطرف سازند زحمت دارد و اگر از جهاتی آسایش خیالی حاصل شده است، از جهات دیگر خصوصاً با نداشتن معاش معین و موفق نشدن به ترتیب تحصیل معاش در خارج به واسطه ی فقدان سرمایه در زحمتم و به هر صورت متوکلاً علالله در لوزان طرح زندگانی مختصری ریخته، اطفال را که قابل تحصیلن به تحصیل واداشته
مادر آنها را سرپرستی می کند و پدر به تحصیل معاش می پردازد به هر صورت که بتواند تا عاقبت کار به کجا انجامد. بعد از بازگشتن به سوئیس، یعنی در ماه رمضان 1331 هجری، خبردار می شوم ناصرالملک نایب السلطنه به اویان آمده به زودی به جانب ایران روانه خواهد شد. نظر به ملاحظات سابق و وفور افسردگی نخواستم و نتوانستم به زودی از او ملاقات کنم. روزی یکی از دوستان گفت که او خود در فکر ملاقات من بوده است. از این جهت مختصری به وی نوشته می‌فرستم به مضمون زید. کسالت حال و گرفتاری به اهل و عیال مرا از ادای مراسم باز داشته. امیدوارم قصور مرا در شرفیابی حمل بر فتور در ارادت نفرمایید. و سلام. جواب رسید به این مضمون: بعد از ورود اینجا مکرر جویا شدم و یک روز به لوزان رفته بودم، تحقیق کردم، آدرس حالیه شما را نتوانستم به دست آورم. بسیار مشتاق درک مسرت ملاقات شریف هستم و بدون درک این مسرت رفتن به ایران را برای خود شگون نمی دانم. امروز وصول مراسله عالی معلوم است چه اثر بخشید. از یادآوری و ملاتفت عالی قرین امتنان گردیدم. هرگاه زحمتی برای وجود عالی نباشد، فردا که دوشنبه است نهار را در اینجا صرف فرمایید درک مسرت ملاقات بشود، و الا قبل از حرکت اگر توانستم یک روز به لوزان بیایم در آنجا تلاقی بشود. ابوالقاسم. پس از رسیدن این مکتوب به ملاقات وی رفتم. ساعتی چند با یکدیگر از هر در صحبت داشتیم. یک قسمت مذاکرات ما راجع به احوال ایران بود و قسمت دیگر راجع به کار شخصی من. اما راجع به احوال ایران، نایب السلطنه شرح اقدامات خود را در پاریس، لندن و سن پترزبورگ تقریبا به صورت ذیل نقل کرد. سال گذشته در موقعی که وزیر خارجه روس سازانوف به لندن رفت، به من اصرار داشتند که بروم اگر راجع به ایران صحبتی بشود خود را دخیل کنم. دیدید که اگر رفته بودم چگونه خبط و خطا بود، زیرا که مسبوق به سابقه نبود و شاید برای ایران خوشنما نمی شد. به علاوه معلوم شد که درباره ایران ما بین دو وزیر خارجه صحبت مهمی نشده است. فقط مذاکره کردند که حکومت مقتدری را در ایران حمایت کنند که بتواند از عهده انتظامات داخلی برآید. وزیر خارجه روس به وزیر خارجه انگلیس پیشنهاد کرد سعدالدوله را از ژنو به ایران بفرستند، بلکه بتواند آن حکومت مقتدر را تشکیل بدهد. وزیر خارجه انگلیس هم این رأی را رد ننموده است. این بود که سعدالدوله را بردند و او ندانست چه کند، و کار را به جایی رسانید که سفرای دو دولت از تهران به مراکز خود اطلاع دادند ترتیب اقدامات سعدالدوله موجب مزید اغتشاش است در ایران، و به این سبب از او صرف نظر کردند. ما هم موفق شدیم به تشکیل کابینه حالیه که به نسبه بهتر از سابق است و وسایل امنیت را فراهم کرده. در این حال لازم دیدم تعقیب نمایم مسافرت وزیر مسئولی را که با من باشد و بتوانم داخل مذاکره با همسایگان شده در باب کارهای حال و استقبال و استحکام روابط خارجی خود اقدامی کرده باشیم. این بود که به تهران نوشتم و تأکید کردم که هر چه زودتر یکی از وزرای مسئول بیایند به اروپا. ولی آنجا اقدامی نشد، بلکه از راه دیگر اقدامات کردند که من از آن ترتیبات خوشنود نبودم. یاران فرهیخته و گرامی، برای گسترش فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی، لطفاً با فشردن دکمه سابسکرایب، لایک و ثانکس ما را در این مسیر ارزشمند یاری فرمایید.